ګران دوستانو سلامونه او احترامونه خراغلاص د سپینو خبرو پروګرام ته نن دوشنبه ده د 2020 کال د سپتمبر د میاشتې 28 نیټه ده تاسو سره د افغانستان پیښو انشاءالله سره غږیږو د افغان پیام تلویزیوني شبکه او د سپینو خبرو برخه ده ستاسو په خدمت کې یو خبرونه تاوده دي دوستانو د قطر مسله ده خبری اتری دی او پرون عبدالله د مصالحه د عالی شورا مشر پاکستان ته سفر کړی دعوت شوی ده د افغانستان په پیښو له سره غږیږي دا یو نوی سفر ده او نوې خبره ده په همدغسې یو حساس حالت کې چې په قطر کې خبرې روانې دي دلته عبدالله پاکستان ته سفر کوي د سوالونه پیدا کیږي چې ولې په داسې یو وخت کې او دا چې قطر خبرې کوم ځای ته رسیږي او د عبدالله سفر پاکستان ته څه ګټې ځان سره لري او پاکستانیان هغه سره څه خبرې کوي البته په سطحه کې په ظاهر کې یو څه ویل کیږي او په دننه په متن د حوادثو کې خبرې پټې ساتل کیږي او دا د سیاست مشخصه ده چې ډاکټر عبدالله سره به څه ووایي او البته تاسې پوهیږئ چې امریکا او پاکستان سره همکاره دي همغږي دي او د امریکا استخباراتي شبکه په دغه سیمه کې پاکستان بلل کیږي او همداشان د افغانستان په امورو کې په چارو کې قوي لاس لري او همدا رنګه په قطر کې دا ناسته په دغسې یو اساس وخت کې د ده تګ ډېرې پوښتنې رابرسیره کوي چې څه خبره ده ولې ډاکټر عبدالله پاکستان ته سفر کړی ده او هلته محمود قریشي د پاکستان د باندنیو چارو وزیر او همداشان صدراعظم د ته هرکلی ویلی دی او صدراعظم ویلی دی عمران خان چې افغانستان جنگ د حل لاره نه ده او باید په صلح او په تعاطی د نظر په خبرو اترو مسایل سره حل شي ال دا چې جنگ د هر لاره سوې ده اوس که طالبانو جنگ نه وای کړی مجاهدینو هم جهاد نه وای کړی ګرمو سنګرو ته نه وای تللي نه به اتحاد شوروي له افغانستان ووت او نه دلته په افغانستان کې په دغه شلو کلو کې به امریکا او متحدین هلته وو د مزدورانو به یې مزدوري کوله او ملت به خاورې په سر وو دغه مرحلې ته چې رسېدلې جنگ د لاره حل لاره ده جنگ د ګرم میدانونه دي چې د سیاست په ډګر کې خلک سره نږدې کوي همدا اوس پاکستان د طالبانو عزم ولیده د مجاهدینو د افغانانو چې له دوی سره نه کیږي تاریخ نه تکراروو راځي چې له دوی سره کینو همغه و چې دا دوه کاله خلیلزاد سره طالبان په قطر کې په خبرو اترو او بوختو او دې ته یې راورسوله خبره چې له افغانستانه ورکیږي لاس په سر کیږي افغانستان پرېږدي خپلو افغانانو ته چې مقدرات خپل تعین کړي او تاریخ د افغانستان بیا تکرارېږي چې د افغانستان خلک د ازادۍ تږي دي او ایمان یې ډېر قوي ده او له خپل وطن نه دفاع کوي څه د انګلیسانو په برابر کې څه د شوروي یانو په حق علی ضد او څه د امریکایانو او متحدینو په ضد عزم وکړه دا شل کاله و ډېر اوږد جنگ د امریکا همدا اوس په افغانستان کې و په تاریخ د امریکا کې او طالبان ستړي نه دي همدا مست د دوی په مقابل کې جنګېږي او پاکستان په حیث د یو شیطان د افغانستان په څنګ کې څه له جهاد او څه له همدا اوس د مجاهدینو له عزم نه له تکل نه له جنگ نه ډېرې ګټې واخیستې پاکستان همدا اوس چې زروي سلا تاسې بولئ د افغانستان د جهاد په وخت کې د شوروي اتحاد په ضد له جنګونو نه یې ډېرې ګټې واخیستې ډېرې روپۍ پاکستان په لمنه کې ولوېدې او یو څه به یې مجاهدینو ته ورکړې چې په جنګ بوختو سنګرو ته تللې په هر حال پاکستان په هره مرحله کې د افغانستان په سر ډېرې ګټې اخیستې دي د افغانستان د خلکو په وینو د افغانستان له نفاق نه یې ګټه اخیستې د افغانستان له جنګونو نه څه هغه وخت و څه دا شل کاله پاکستان ډېر ځان غښتلی کړی هم اقتصادي هم سیاسي
په دغه سیمه کې ویلی سو ګران دوستانو چې ډېرې ګټې واخیستې. په هر حال لاړ به سو د اول خبر ته چې د عبدالله جان د عبدالله خان عبدالله سفر ده پاکستان ته، هلته یې له زعماو سره کتلي دي. ګرم خبرو د مطبوعاتو تبصرې په دا هکله ډېرې وسوې. او همداشان یو خبر له قطر نه راغلی ده چې په قطر کې څه تېرېږي، هغه خبر به هم وړاندې شي. دوه خبره پیوسته لرو، دو خبرې پیوسته از قطر و سفر عبدالله عبدالله به پاکستان. بعضی کلیپاره ما با خود آوردیم و همچنان خانم صوفیه جان عمر در برنامه تشریف خاطر آوردن برای یک مدت 20 دقیقه. اونا را ما زحمت میتوم تا بالای سفر خصوصا دکتر عبدالله و مسائل اخیر صلح در قطر صحبت بدارن. خانم منوری هستن و همچنان دوستان عزیز شما میتونین تلفن بدارین و نظریاتتان در رابطه بیان بدارین. میریم سراغ خبر اول، توجه بدارین به خبر، جالب است و وضع افغانستان به یک مرحله واقعا بسیار حساس رسیده که صفه تغییر کنند. حکومت عمر خود خورده به کلی دیگه به فرو پاشیده، نه عزم داره و نه کنترول داره و نه بگویم دوستان عزیز حکم و قانون در اونجا تطبیق میشه. به هر حال توجه دارین به خبر اول. رئیس شورای عالی مصالحه ملی در سفرش به پاکستان میگوید که افزایش خشونت ها مذاکرات صلح را ضربه میزند. وی در دیدارش با وزیر خارجه پاکستان هشدار داده است که اگر از این فرصت تاریخی استفاده نشود بحران تشدید خواهد شد. وزیر خارجه پاکستان میگوید که صلح در افغانستان صلح در پاکستان است و اسلام آباد متحد به عدم مداخلت در امور افغانستان است. این سفر عبدالله عبدالله که 3 روز دوام می کند طولانی ترین سفر او به پاکستان است. رئیس شورای عالی مصالحه ملی در این سفر با ارشدترین مقام های پاکستانی به شمول عمران خان گفتگو خواهد کرد. ظاهرا اسلام آباد تدابیر متفاوتر از گذشته در این سفر گرفته است. شورای عالی مصالحه ملی می گوید که افزایش خشونت ها مذاکرات صلح را ضربه می زند و همکنون نیز مذاکرات صلح به کندی پیش می رود. مشاور شورای عالی مصالحه ملی می گوید که ادامه خشونت به سود مذاکره نیست و باید خشونت ها کاهش یابد. ادامه خشونت به نفع مذاکرات صلح نیست و توقع مردم افغانستان است که با آغاز مذاکرات باید میزان خشونت ها در افغانستان کاهش پیدا بکنه. طرف جمهوری اسلامی پاکستان هم از این موضوع استقبال کرد. معاون شورای عالی مصالحه ملی سفر را آغاز فصل جدید در روابط کابل اسلام آباد می داند و تاکید دارد که در این شرایط حساس افغانستان به پشتیبانی پاکستان در روند صلح نیاز دارد. نماینده ویژه رئیس جمهور غنی در امور پاکستان نیز هدف این سفر را جلب همکاری پاکستان برای تشویق طالبان به صلح می داند. علائمی می بینیم که ما را امیدوار می سازه که پاکستان انشالله که همکاری می کنه تا به یک صلح پایدار در افغانستان برسیم و با یک ثبات سرتاسری در منطقه برسیم که او برای پاکستان هم مهم است. وزیر خارجه پاکستان از تلاش‌های صلح در افغانستان پشتیبانی می‌کند و می‌گوید که کشورش در امور افغانستان مداخله نخواهد کرد. موضوع دیدار گفتگو درباره صلح و تامین روابط بهتر میان دو کشور است. حل بحران جنگ در افغانستان تنها از راه توافق سیاسی امکان خواهد داشت، نه جنگ. انتظار می رود فردا رئیس شورای عالی مصالحه ملی در پیوند به گفتگوهای صلح با نخست وزیر پاکستان گفتگو کند. نمی دانم ده تو مرحله اساس و تو یک آدم ضعیف که البته نه سیاست بلد است نه صرف یک شخص نمایشی با پاکستان سفر می داره با چند تا گرگ باراندیده سیاست چون قریشی و عمران خان در یک نشست. نمیدانم آقای عبدالله چی برمغان خواهد آورد. به هر حال سیاست مسئله افغانستان در کل بگویم با بیرون تعلق داره.
چی ایالات متحده آمریکا و پاکستان با تبانی با ایالات متحده آمریکا مسائل افغانستان با پیش میبرن. یکی از بیرون هم جنگ دیکته شده و عکس العمل اشغال جنگ بوده، جهاد بوده در طول سالها، مردم با پا خیستن و هم بیرون شدن قوای بیگانه از افغانستان و مقدرات به دست خود افغانا رقم زده شده در عالم اسباب ارز می دارم. البته از بیرون باید دکمه ها فشار داده شده تا مسائل در داخل حل و فصل گردد. به گمان بعضی ها که دکتر عبدالله به پاکستان رفته تا اونجا برای ازی آدم یک گوشمالی یک هوشدار برش داده شده که مسئله وقت حل و فصل شده. در قطر با طالبان قرارداد و پیمانی داره ایالات متحده آمریکا و این حکومت باید جای خود خالی کنه. هر چی زودتر میتانین مسئله قطر را پیگیری کنین. از رای صلح جنگ بس است و جنگ رای حل نیست. بعقیده ما خب اگر یک کشور مجبور شوه با یک اجبار قرار بگیره و گفت و شنود و گفتگوها درک نداشته باشه، به نظر ما در آغاز اشغال اگر گفتگو صورت میگرفت با طالبان در یک امو وقت در یک میز قدرت های زورگو و ابر قدرتان جهان که انشاءالله نزول خواهد کردن و به بینی خواهند خوردن و در افغانستان زوال از اونا در افغانستان بود، در طول 20 سال در برابر ایمان مردم افغانستان نتوانستن تا به مقاومت بیارن، بالاخره به زانو آمدن. امی سفر خلیلزاد، گفتگوهای قطر، اگر در آغاز اشغال توسط ایالات متحده آمریکا و قوای ائتلاف زورگو و قاتل و توطئه‌گر جهانی صورت می گرفت، جنگ ها و خونریزی ها صورت نمی گرفت. یک شخص در یک کشور و او هم بالاخره از یک سرحد می برای به یک کشور دیگه و زیر سلطه دیگرا و اینا هم در با ساتلایت های خود می دانستن که اسامه بن لادن در کجا قرار داره، عقب از اونا می تانستن برن و را دستگیر کنن. مگر ای توطئه‌گران با افکار مردم بازی های داره، در امو وقت می شد با امی طالبا صحبت بدارن، نه به جنگ متواصل می شدن و نه به خونریزی و نه به این حد پول و مصرف می شد و به این حد اشخاص فاسد تربیه می کردن. یعنی امو انکیبیتر که در اونجا یعنی محل زرع و نموی میکروب هاست و افراد همین حشرات مزره، در او انکیبیتر در افغانستان محل انکیبیتینگ یعنی نموی میکروب ها و حشرات مزره گردیده بود. افغانستان در طول 20 سال از هر سوی و از هر جای از جهان به افغانستان سرایت زیر گردیدن، در اونجا اینا شستشوی مغزی گردیدن. یک آدم صادق حالی میبینیم که او خائن و رزیل و پست و وطن فروش و فاسد از او درست شده، دیده بدانسته میبینی یک وقت جای نماز هموار و پنج وقت نماز و صاحب از خدا و از روز آخرت حرف میزد، ریش طولانی، ولی میبینیم که ریش رنگ کده صاحب مشکی یا یک رنگی که خودش میخواه به طب دل خود یا تراش کده به کلی. بعضی سفیرها را دیدیم که اینجا دو بار حج رفته بودن، صاحب ریش انبو و صاحب تسبیح رفت به افغانستان، سفیر گماشته شد، ریش خود چت و پرت تراش کرد. و بابا این ریش خود از سنت پیغمبر اگر قرار است و خود تعهد گذاشتی دیگه برای یک منصب سفارت ریش تا چرا میتراشی؟ و هر کدام از اینا عرض کردم با میکروبای مزری که از درون افغانستان میخورن و میخوردن در طول 20 سال مبدل گردیدن. بالاخره دوستان عزیزی صفحه باید تغییر کنه. اگر طالبی هم نبود مردم افغانستان باز هم زنده هستن، از اقی از اونا باید دفاع صورت بگیره و افغان ها با پا میستن. در وقت مجاهدین آف افغانستان میگفتن، حال اسمش گذاشتن طالبان و طالبان مردم افغانستان هستن. طالبان خو یک چند تنی که از مدارس بیرون میشن و لشکر بی پایان یک صد هزار تشکیل نمیتن، چون کل افغانستان یعنی در مجموع عرض میدارم با عزم متین با ایمان قائم در برابر استکبار استادن، این بار استادن و زیر لوای طالب ثبت نام کردن
و اونا سبق و اداره را به دوش گرفتن و امروز در قطر هم راه ها به قطر وصل میشه. طالب دست بالا داره، تفنگ، باروت، همه چیزا به دستش از نیمه، بیشتر از نیمه افغانستان هم زیر سلطه از اونا قرار داره. یعنی اونا دست بالا داره، هرچی طالب میگه همو باید صورت بگیره. البته بر حکم و لطف خداوند باید همو طالب میگم، من مردم افغانستان میگم. وقتی طالب میگم مجاهدین شریف افغانستان میگم که برای استقلال و آزادی در 20 سال رفتن به سنگرهای داغ، دوباره برنگشتن. مادر آزادار ساخت، پدر آزادار ساخت، مگر خود به مرام خود رسید که شهادت بودم، کار صورت گرفته. شهادتی از اونا بر حق بوده، برای که در راه حق جنگ کردن. وا به جان چند تا بیچاری که لباس اجنبی، قومنده اجنبی، پول اجنبی، زیر پای اجنبی ها خمیر میشه و راکت یا کارتوس طالب فرقش میخوره و از این دنیا واقعا به یک بدبختی نزد خداوند برمیگردن. نه از وطن دفاع میدارن و نه از مردم، همین خود امونا به فقر و بدبختی زیست دارن که به اون لحاظ به یگانه سکتوری که میتونه اینا رو جلب کنه استخدام داره وزارت دفاع است که مردم رو به جنگ بفرسته. یعنی همین اندستری یا مؤسسه جنگ در افغانستان استخدام داره، دیگه مؤسسات خود استخدام نداره. ولی همه دامن خود بستن و رفتن، مردم خاک به سر هستن. 60% اجتماع افغانستان بیکار است. بنا این صفحه باید تغییر کنه و دکتر عبدالله هم خجالت باید بکشن. ای کسایی هستن که در طول 20 سال در لابلای سیاست ناکام بودن، جلوی مردم روی ندارن. اینا باید خجالت بکشن، خداوند اینا رو به جزای اعمالشان برسانه. آه و سوز و درد بیوه و یتیم اینا رو بگیرد و خداوند دیرگیر است و سختگیر هست. امو فرمول عمل شود بالای از اینا که یک جیل یعنی دار برای از اینا زده شود. امو تو که دکتر نجیب لعین به دار زدن، طالبان اینا رو هم به سزای اعمالشان برسه و عقل عبد تامین گردد. به هر حال توجب دارین به خبر اول از سفر عبدالله عبدالله است. توجب دارین. بال هم همکارم تمیم شهیر را از اسلام آباد با خود داریم. سلام با خودت شهیر، میخوایم بپرسم که در دیداری که دکتر عبدالله با آقای قریشی داشتن روی چه موضوعات آنها گفتگو کردند؟ سلام به شما. امروز دکتر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در همراه با یک هیئت از بلند رتبه کشور وارد اسلام آباد شدند. البته استقبال پاکستانی ها بی پیشینه بود و در اینجا در نخستین دیدارش با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دیدار کرد و در اینجا بیشتر تاکید روی شد که البته پیش از این که دیدار کنه یک نهال هم در صحن اولی وزارت خارجه پاکستان خرص کردن و در دیدار که با قریشی داشت تاکید روی بود که رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفت که افزایش خشونت ها گفتگوهای صلح از ضربه خواهد زد و به می شکل اگر از این فرصت که به دست آمده در گفتگوهای صلح قطر و نماینده های حکومت افغانستان با طالبا در حال گفتگو هستند، اگر از این درست استفاده نشه بحران ها در کشور شدت خواهد گرفت و به می شکل گفت که باید از دستاوردهای حکومت افغانستان باید حفاظت شود و به هیچ وجه افغانستان از این دستاوردها چشم پوشی نخواهد کرد و این ضایع نخواهد شد و بیشتر روی مذاکرات صلح انتقاد داشت که گفت که این مذاکرات صلح که در قطر جریان داره این بسیار کند است و باید این مذاکرات سرعت بخشیده شود و به می شکل انتقاد دومی آقای عبدالله بود که در حال حاضر با وجودی که گفتگوهای صلح در قطر جریان داره میزان خشونت ها در افغانستان خیلی بالاست و حراس افغانی را گفت که یک تهدید برای همه کشور است و در صورتی که در افغانستان صلح باشه به سود همه کشورهای منطقه است و اگر نباشه به می شکل. در برابر شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان هم تاکید روی از این داشت که ما دائم استقلال و حاکمیت ملی افغانستان احترام میکنیم
و صلح در افغانستان به این معناست که صلح در پاکستان است. بسیار خوب. میخوایم در این قسمت بپرسم که برنامه دکتر عبدالله برای فردا و پس فردا چی هست؟ فردا و پس فردا با مقامات عالی رتبه پاکستان دیدار خواهد کرد و فردا اول صبح آقای عبدالله میره به انستیتوت مطالعات استراتژیک پاکستان میره و با اعزاز احمد چودری رئیس عمومی انستیتوت دیدار خواهد داشت و در مرحله دومش یک برنامه دمی خود انستیتوت را اندازی شده که یکی از سخنرانان این برنامه آقای عبدالله خواهد بود و بعد از اون میره با لوی دیرستیز پاکستان جاوید قمر باجوه دیدار خواهد کرد و در پیوند به گفتگوهای صلح افغانستان با این مقام پاکستانی هم گفتگو خواهد کرد و پس از چاشت برنامه ای است که آقای عبدالله بره به طرف عمران خان نخست وزیر پاکستان و با این هم در باره گفتگوهای صلح افغانستان خصوصاً در خدمتی که فعلا گفتگوها بکندی مواجه شده و گفتگوها کند پیش میره گفتگو خواهد کرد چون پاکستان در تحصیل بله در همین قسمت بله بله میخواییم بپرسم که آیا انتظار میره و که پاکستان کدام تعهد در قسمت همین گفتگوهای صلح بته؟ تا فعلا دیدار با نخست وزیر پاکستان نداشته. فردای دیدارش خصوصا با مقامات ارشد پاکستان آغاز میشه. فردا و پس فردا دیدار خواهد کرد و در اوجه روشن خواهد شد که پاکستان چی تعهد میکنه به خاطر پیشبرد و سرعت بخشیدن گفتگوهای سال در قطر. سپاس. بنان با وزیر خارجه پاکستان گفتگو کرده بود، یک امیدواری ایجاد شده بود که اینا تعهد کردن که ما در این قسمت افغانستان پشتیبانی میکنیم و در امور داخلی افغانستان هم مداخله نمیکنیم. سپاس از خودت. بله بود دوستان عزیز، البته زمینه سازی میشه برای صلح برای افغانستان. واقعا پاکستان به این رسیده که اگر امریکا از افغانستان بیرون گردد دیگه هم منابع پولی که از ایالات متحده امریکا برای مسائل افغانستان و پاکستان میرسید و نصیبشان میگردید و خشک میشه. دیگه از منطقه با ایالات متحده امریکا دست به سر میشه و حال یک منفذ یک طرق جدید را سراغ ببینه که از افغانستان حاصل گردد. و شما میدونین بارها عرض کردیم که منطقه اگرچه افغانستان یک کشور ماهات به خشکه هست و یک تقدیر بد مردم افغانستان در طول سالها بود، مگر در شرایط فعلی افغانستان یک محل عبور برای ذخایر طبیعی آسیای میانه برای پاکستان و هندوستان و دیگر ممالک میتونه باشه که دو جانبه هم عرضه کننده که آسیای میانه هست، کشورهای آسیای میانه ذخایر طبیعی سرشار و فراوان گازی و انرژی داره و از طریق لوله های ناقل باید به پاکستان و هندوستان بره که او مسئله تعپیر اگر باید داشته باشین ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هندوستان، هر کدام از ترکمنستان و افغانستان و پاکستان و هندوستان معرف اولش گرفته شده تعپی از درست شده. به اول لحاظ افغانستان یک محل عبور بسیار مهم هست. اگر افغانستان نخواهد و اگر راه ها را مسدود بسازه، انرژی از اینا و ذخایر طبیعی از اینا راکت باقی مانده بسیار به سادگی به مو ممالک نمیرسه و او عاید سرشار مواد خام آسیای میانه است که نصیبی از اونا میگرده و پاکستان شد ضرورت به همی انرژی داره برای بکار انداختن کمپانیا که تولیدی خود یا مؤسسات تولیدی و پاکستان یک کشور است که آهسته آهسته با همدست شدن با چین که البته 56 بیلیون دلار در پاکستان وعده سرمایه گذاری کرده اونا لازم دارن تا این پروژه ها برا بیفته و همچنان چین که کشور در به دیوار هست مواد خام
از افغانستان که از لحاظ تنقلات و ترانسپورتیشن بسیار نزدیک است به افغانستان ضرورت داره. بنان این همی ممالک بعد از خروج قوای ایالات متحده امریکا و ناتو در حقیقت افغانستان ضرورت داره که در اونجا صلح باشه و یک حکومت مستقر مرکزی که بالای همه افغانستان کنترل داشته باشه. و این به مو حد رسیده که هم پاکستان و هم هندوستان و هم چین و هم کشورهای آسیای میانه فوق العاده تشنی صلح هست در افغانستان و یک حکومت مستقر و قانونمند که البته به سود ما مردم هم هست و پاکستان تلاش داره که در افغانستان هرج و مرج و جنگ و خانه جنگی ها از افغانستان رخت ببنده، در این راستا کار میکنه. بدیل معقول برای پاکستان این است که حکومت طالب در افغانستان مستقر گرده که اونا میتونن اوزار کنترل کنه و ای دیگه از اونا شاریده هر یکی برای خود و برای جیب خود کار میکنه تا این دم یک حکومت موفق که همه سراسری افغانستان کنترل کنه باو که علی رغم داشتن قوای بیگانه در جوار از اونا دلار سرشار نتانستن طالب مهار بسازه، در این میشن خود در این ماموریت خود هم امریکا و هم ناتو ناکام بوده در طول 20 سال و هم حکومت دست نشانده از اونا یکی پای دیگر کرزای و عبدالله و اشرف غنی ناکام بودن، شاریده هم از لحاظ داخلی که قطعه و طریق و دوزادوزی و مواد مخدر به کلی همو در پشتو یک مطل داریم که ور خوبو ورایده دیگه پس نمیگرده، ایالت نمیتونه، اینا اهلی از زمین نیستن که او را به حالت نرمال برگردانن و طالب سیل طالب روز به روز بیشتر شده میره، از لحاظ روانی هم اونا بالا رفته میره، روحیاتی از اونا قوی تر میشن، هم در میدان صلح در قطر و هم در میدانهای جنگ قوی تر هستن فعلا. و پاکستان هم اگر امریکا نتانست اونا را مهار بسازه در برابرشان بیسته، پاکستان هم نمیتونه. بعضی ها عقیده به ای است که کسایی که در قطر هستن خانوادهشان در پاکستان است و اونا را اذیت میکنه و باعث یک فشار تکمه قرمز فشار برای طالبان زو استفاده میشه، مگر اونطور نیست. فکر نمی کنم که پاکستان قدر احمق باشه که با طالب زورگویی کنه و همی مسئله صلح را به تعویق بیاندازه. بالاخره صاحب این ملک مردم افغانستان هستند و برای از او خون ریختاندن سالها و حال فعلا هم طالب می جنگه و مردم افغانستان واقعا در سنگرهای داغ زیر قمانده و عنوان طالب زیر بیرق طالب اونا می جنگن، چون یک مجرای دیگه برای از اونا موجود نیست، صرف با طالب باید در یک تبانی و در یک راه و سنگر علیه همی حکومت دست نشانده و غیر مردمی و کفری باید بیستن. به هر حال توجه بدارین به مذاکرات قطر، دوستان عزیز در قطر مسائل گفت و شنود به روز 16 رسیده و از اجنده صحبت و اینا خبری نیست، بالای اما اجنده صحبت برای تیم مذاکراتی تا این دم به کدام نتیجه نرسیدن. اینا بیشتر مسئله جعفری و حنفی و اینا را مطرح می سازه، در حالی که طالب داد می زنه که بابا برای همی مسئله که امروز بالای میز می نشینیم بالای مذهب حنفی که اکثرا حنفی هستن، همینجا طالب ها همشان حنفی هستن و یه حیات هم که رفتن 70-80% از او حنفی ها هستن، جز چند تای از اونا شاید به مذهب شیعه معتقد هستن، اونا میگن اکثریت اقل باید به فقه حنفی اگر کدام منازی روی امی مسائل گفت و شنود قطر رخ میته باید به امر مذهب حنفی الو فصل شوه. وقتی باز قانون اساسی در افغانستان بعد از اینکه یک حکومت روی کار بیاید تحریر میشه و روی کار میاید، در اونجا میشه نه تنها برای مذهب جعفری با سایر مذاهب در افغانستان حتی هندوهای افغانستان باید برای از اونا در قانون اساسی جایگاهی باشه در عدالت،
او مسائل بعدی است که را از لحاظ منطقی معقول هم هست و یک شکوی دیگیره که طالب داشت ملا خیرالله را با امرای از اونا مصاحبه داشتن که البته بعد از مسئله قطر یا خبر قطر او را هم یک بخش از او را خدمت شما میرسانیم. جالب صحبت کرد او آدم، او گفت که بعضی مسائل که در داخل برای ما مخفی است تا حال فیصله نشده که او بالای صحبت شوه یا نشوه، با اینا گفتیم تعهد کردیم که او را به مطبوعات نکشیم، هر وقت فیصله صورت گرفت باز تانستیم که چی گفته شوه، باز بعد از او میشه رسانه‌ای شوه و بیرون به خورد مردم داده شوه. متاسفانه میگه اینا نمیدانم چرا ما همینجا یک حرفی را در میان میزنیم بالا یک میز و باز رسانه ها بیرون میسازن اینا که گویا نمیخواین که گفت و شنود قطر انجام نیک داشته باشه و همه ترامه هست. اینا ترازو را به زمین میزنن چون میبینن که یک بلای بالای از اینا آمده نیست، یک تهلکه گرفتار میشن. به هر حال توجب دارین به خبر قطر و نشست ها، خبر جالب از قطر داشتیم، توجب دارین. گروه های تماس در دوحه پس از چند روز توقف گفتگوهایشان را دوباره آغاز کردند. سخنگوی هیئت حکومت افغانستان میگوید دو طرف ناوقت دیروز در پیوند به دو مورد اختلافی 4 ساعت رایزنی کردند اما به توافق نرسیدند. نادر نادری میگوید که هنوز هم تلاش ها برای یافتن راه حل مشترک در پیوند به موردهای اختلافی کارشیوه جریان دارد. قرار است ناوقت امروز گروه های تماس نشست برگزار کند. امان فرهنگ جزئیات می‌دهد. پس از چندین روز توقف گروه‌های تماس دو طرف اینجا دوباره گفتگوهایشان را آغاز کردند. دست کم 4 ساعت در پیوند به موردهای اختلافی کارشیوه گفتگوها با هم رایزنی کردند اما به توافق دست نیافتند. مرجع شرعی برای تصمیم گیری ها و پیشبرد گفتگو ها بر بنیاد توافقنامه آمریکا و طالبان موردهای درشت اختلافی میان دو طرف است. سخنگوی هیئت حکومت افغانستان تاکید میکند که تلاش برای یافتن یک راه حل مشترک ادامه دارد. بحثا همچنان نیاز به ادامه است. آنچه مهم است ایست که ما هنوز جستجو میکنیم راه های مشترکی را که نیاز است سر دو مسئله اساسی را که بسیار قبل از وقت اما روی میز آورده شد. هیئت حکومت افغانستان میگوید که موردهای اختلافی بحثی ارزشی و هویتی است و از همین رو به دقت بیشتر نیاز دارد. قرار است ناوقت امروز هم گروه های تماس دو طرف در پیوند به دو مورد اختلافی نشست برگزار کند. بیا هم ده کاری اصول و یا طرز العمل و ده اروند موضوعات و پرابند بحثون سره وشول در دول ناس بنور هم دوام که ترسو د کاری اصول او تزرمن په اړه باندې یو توافق رامنځته شي او له هغه وروسته بیا د مذاکرات د اجنډا په اړه باندې بحثونه پیل شي. اینجا در کابل شماری از عضوهای مجلس نمایندگان از افزایش میزان خشونت ها در کشور انتقاد میکنند. آنان میگویند که طالبان در دوحه گفتگو میکنند و هم در افغانستان خشونت را افزایش دادند. خامتمایی وقت کشی های طالبان هم نشوند که طالبان او طرف حیات ما را در مذاکرات صلح گفته مصروف بکنند و حملات خود را در تمام ولایات شدت ببخشند. از یک طرف ما بحث صلح را در دوحه داریم و از طرف دیگر ما میاییم اختلافات مذهبی و قومی را دامن میزنیم. امروز کشور افغانستان نیاز به یک صدای واحد، یک پارچه و حمایت از نظام کنونی و قانون اساسی دارد. اینجا در ولایت جنگزده هلمند نیز صدای اعتراض بلند است. شماری از باشندگان این ولایت از کندی در روند گفتگوهای صلح دوحه انتقاد میکنند و میگویند دو طرف هر چه زودتر گفتگوهای رسمی را آغاز کنند. د فایل په نتیجه کې تر دې اوسه پورې هیڅ نوه لاسته راوړنې نه لري. په صفر کې ضرب دی د دوی خبرې نه ولسونو ته د منلو وړ دي دغسې مذاکرات. موږ ټول ولس در به دره دی، بیخي کور یې خراب دی، ستلي دي. نور موږ وایو چې دوی دې سوله وکړي، حاضر دي چې سولې ته دې حاضر شي او اوربند یې وکړي. 16 روز است که هیئت حکومت افغانستان و گروه طالبان در دوحه حضور دارند اما هنوز نتوانستند روی کارشیوه گفتگوها به توافق برسند. در صورت توافق روی کارشیوه آجنده تعیین می شود. حکومت افغانستان تاکید دارد که پایان دادن به جنگ 4 دهه افغانستان به بحث های جدی و طولانی نیاز دارد. دوستان عزیز، البته کلید رای حل در قطر است به نظر ما و ایالات متحده آمریکا و
طالبان با هم یک پیمان بستن، کسای دیگه شیوی هستن. حکومت افغانستان خو لاتی کونا و سر راست اونا را امریکا آوردن، امریکا میبرن و قدرتی از اونا توسط ایالات متحده امریکا تأمین شده، اینا نگه داشتی از اونا، یا شب عباده و چی میگه حیات سیاسی از اونا متعلق است به قوای اشغال و غارتگران سیاسی. مگر از لحاظ اهمیت طالب و امریکا با هم پیمان بستن. ای پاکستان مومد هست و در این راستا از لحاظ چی میگه پالشی طرف طرف مسئله را میخواه کمک کمک شوه و گفتگوهای قطر انجام نیک داشته باشه. عرض کردم در آغاز که پاکستان علی حاضر است که در افغانستان صلح برقرار گرده. در حقیقت شاید عبدالله عبدالله را احضار کرده باشه که به گوشش بچکانه که چی میگه مسئله دیگه چیز است، یکمه که احتیاط لازم است. به هر حال دوستان عزیز، یک کلیپی از ملا خیرالله خیرخواه که البته صحبتی از اونا طولانی بود، مگر یک بخش مختصری از اونا را برای یک چهار دقیقه دو سوال عمده در آغاز مطرح شد توسط سوال کننده یا کسی که مصاحبه میکرد، جالب بود. توجب داریم ډیر مننه خیرخوا صاحب چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. ستاسو مصروفیتونه هم زیات دي، که لطفا په لومړي سر کې دا راته ووایاست چې بین الافغاني مذاکرات تقریبا تر اونۍ زیاته موده کیږي چې پیل شوي دي، خو لا هم هیڅ پرمختګ نه دی سوی، وجه یې څه ده؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اول خو دغه تړون د لاسلیک کېدل او بیا دغه راوروسته الحمدلله د 15000 بنجانو خلاصېدل او بیا بین الافغاني مذاکرات داخلېدل، دا خپل هم یو مهم پرمختګ دی. او دوم دا چې اوس یوه هفته تېره سوې ده، موږ لا متوجه پرمختګ نه دی سوی. هغه هم دا ده چې طبعا اول چې مذاکرات څوک داخلېږي، اوس هم ډېر کار سوی دی په دې برخه کې. لکه موږ تقریبا د اتلس نولس شاوخوا کې مادې لیکل شوي د طرز العمل او د مجلس د شروع دپاره او په هغه باندې د مباحثې دپاره هغه طرز العمل باندې کار سوی دی، چې په هغه کې تقریبا به یوه یا دوې مادې پاتې شي، په هغه باندې اتفاق راغلی دی او دا ټول شیان مراعات شوي دي، دواړو خواو به دا مراعتوي. خو په تعصب سره باید ووایم چې بعضې ټکي د هغه نودرجې نه مخکې چې توافق ورباندې وسي هغه د باندې وتلي دي د جانب مقابل د لوري څخه. په دې اړه غواړم چې زه لږ وضاحت وکړم. موږ چې کله د تېر سوو مذاکراتو امریکایانو سره په تجربه باندې، زموږ دا تجربه وه، د دوی سره هم دا څو بار اول کې ذکر کړل، دوی راسره منلې هم وه دا چې تر څو پر یو شي باندې هوکړه نه وي سوې، فیصله نه وي سوې، هغه عبارات او هغه جمله او هغه ماده باید د باندې ونه وځي، ځکه هغه د باندې ستونزې راولاړوي، خلکو ته تشویش پیدا کوي، سوالونه خلکو ته پیدا کیږي تر څو چې پر یو شي اتفاق راځي. خو چون موږ ولیدل دا څو ځلې دا مات سو، دا تعهد ون مراعات دی نه کړای سو او د باندې دا شی وتی مجبور اوس موږ وضاحت هغه وکړو. نو هغه ته چې موږ ولاړ یو ماده اساسي په هغه کې دا ده چې موږ هم دغه افغاني مذاکراتو د جهتونو سره د هغه تړون په اساس چې امریکایانو سره ملاسلیک کړی و داخل شوي یو. اوس دی وایي چې دا تړون تاسو مه ذکر کوئ، دا زموږ ستاسو اوس مذاکرات د جهتونو شروع سو، همدا مذاکرات به شروع کړو، هغه تړون باید دلته ذکر ونیسي. نو موږ دوی ته وایو چې دغه زموږ ناست یې ستاسو سره په شل کاله نه ده سوې، اوس چې هم دا ناست موږ ستاسو سره کوو، دغه ناست دغه تړون پر اساس باندې ده، ځکه هلته ذکر شوي دي چې د افغاني جهتونو سره به موږ مذاکرات کوو. لکه جهتونه راغله ستاسو سره یا په ګډه یا ستاسو سره جدا یا په هر صورت باندې هغه حاضر شوه، د همغه پر اساس موږ ستاسو سره داخلېږو. بیا هغه کې یو خبره دی کړې ده چې ښه قطعي ده چې دا تړون ذکر کوي، نو د دوی کومه اعلامیه یاده کړې ده چې دا اعلامیه به موږ سره ذکر کوي چې پاکستان دغه دغه ټکي هم راغلي دي، دغه تړون ټکي هم راغلي دي په آ کې. نو موږ په دې اعلامیه کې زموږ کوم اشتراک ستاسو سره نه، موږ په دې کې ستاسو سره کوم اشتراک درلودي، نه په دې باندې موږ کوم علم درلودي، نه په دې باندې کوم رضایت موږ درلودي، نه موږ په دې باندې کوم وسیط درلودي. نو ستاسو اعلامیه څنګه د زموږ د تړون سره تاسو یو ځای کوي؟ په دې خاطر دا
هیڅ مرسته د منولو وړ نه ده او موږ کچیر د داتې مراعت مرسته نه کی چې دغه تړون دغه تړون لمخي موږ د مذاکرات داخل شوی چې هغه د امریکایانو سره امضا شوی دی نو بیا خو دغه ناس مرسته ست سره نه کیدلای ځکه موږ تاسو سره ناس پر هغه بنیاد باندې پر هغه اساس باندې او دا مسائل په هغه اساس باندې مختزي چې قدم په قدم باندې موږ د افغاني قضيه او حل ته نږدې شو او که هغه اساس ونه منو نو ستاسو سره د ناس اول د ناس چې د ستاسو سره دا سوال لاندې ده تاسو د طرز العمل د جوړولو خبره وکړه دغه طرز العمل کې څو مادي دي کسم تاسو لنډه اشاره ورته وکړه په دې کې څو مادي دي پر څو باندې اتفاق راغلي دي او پر څو باندې اختلاف دي که په دې اړه لنډ وضاحت راکړي ما ته تورې چې په اکثرو ټکو کې پر اکثرو مادو په حق اتفاق راغلي دي چې هغه به هغه شی هغه به ټول د اجنډا چې پیښیږي یا کوم شی چې دلته کوم شی باندې بحث کول کېږي هغه به د اسلامي قوانینو د باندې نه وي اوس دې کې یو سوال هغه اسلامي قوانینو کې شو اسلامي قوانینو کې د قران د سنت پرونا کې پر کوم مذهب باندې په افغانستان کې د پیړیو رئیس په افغانستان کې حنفي مذهب رائج دی هلته پر هغه پیسلې کول کېږي نو طبعا موږ چې هغه مذهب ته بریجو کول کېږي دې وخت کې موږ د افغانستان په دی وخت کې لاغلي بعضي اهلي تشیع ورونه غوډا خبر راپور تکړه وای چې دلته خو موږ ذکرم باید وسی موږ ولې چې دا په دغه مذاکراتو کې چې کله اختلاف را پیښ سي داغه د حل د پاره موږ دغه یو اساس کړی شوی چې هغه په اسلامي قوانینو پرونه کې د حنفي فقه پر مذهب باندې د حل فصل کول کیږي اوس دته هغه مثلا نه درغلی چې پدې کې اوس لسی ک اول خو تاسو هغه کې به ټول کوم اسلامي حقوق چې دي د ټول سره تاسو دونه مسلمانان بولی تاسو ټول هغه حقوق تاسو ته هم درکول کیږي او د دې تاسو مستبد سوی یا سماجی کې هم او اوس هم یاست او کوم شان چې تاسو خپل به وای چې موږ کوم دی ذکر کړ چې موږ احوال شخصیه په نامه باندې شان به ذکر کی موږ وای چې دا موږ منو چې احوال شخصیه تاسو دې دا به دې باندې موږ ستاسو د پاره تاسو دې د حق لري او تاسو په خپل مناطق او مجکو کې باید احوال شخصیه تاسو وي خو دا الته چې اساسي قانون کله موږ جوړو هغه زایدي دا چې اوس د مذاکرات مې کې یو مسله اختلافي را پیښیږي ته وای زما دلته زما ذکرم د سره وقف دې بغل کې زم یو ځای ذکر سم دا اس معقوله نه ده ځکه دا د مسائل حل دی دلته د احوال شخصیه او یا د جزئیات بحث تل نه کول کیږي دا شیان په اساسي قانون په جوړولو په وخت کې دا ذکر کیږي او هغه مردې ته ورکو بلکې واځ نه دی ته دی بلکې نور هغه اقلیتونه چې په افغانستان کې دي د هغوی په حقوقو باندې مش قائل یو هغه ته خپل حقوق هر چاته ورکول کیږي هر هغه څوک هغه مسلم دی که غیر مسلم دی په اسلامي قوانینو پرونه کې هغه ته خپل حق ورکول کیږي هغه یو افغان دی د افغان د خاورې دی په افغانستان کې وسیږي دا غوی د وجود نمبر انکار نه کوي دا غوی د شتون نمبر انکار نه کوي بلکې هغه زموږ په وخت کې اوس په داوس په اړلي شرایطو کې زموږ د امنیت ډیر برخوردار دي د کابل ادارې د امنیت پوری خپل د اهلي تشیورونو کته چې اوس یې وپښتي دا غوښ چې تاسو په کوم باندې چې کوم کچکم امنیت زموږ د خاصو دي تامین دي هغه کدي چې کابل د ادارې د خاصني شکایت دي دغه خاطر دي ډیر غوښونه متوجي وو خدای یو مسله د دې راپور ته دغه مسایلو ته چې زه ګورم ما ته کله وامر پیدا شي چې لکه دا خلک چې په دې مسایلو کې زن را ولستل غواړي مشکلات را پیدا کول غواړي د سیمه ملمیږي لکه دی چې د پاره زده ته نه شکی چې هغه د مسایل حل شي ځکه دا شیان پکې را پیدا کوي کني دی واضح معقول شي هاندي چې دغه اوله ماده چې مشوره هغه په دغه خاطر باندې چې اساس نه دغه اساس نه څنګه مردي سره شنو دویمه چې د هم ماده ذکر درته وکي چې د مسایل چې دي دا تقریبا په دغه ځای کې دا غوي ذکر یعنی غیر معقول دی دا په خپل ځای لري پر هغه باندې بحث ور باندې وسی نو دغه دوه ټکو ته تقریبا اوس مسله ولاړه د نور د دین شتیر سبب مې نور مجلسونه شروع کیږي او د کمر هیڅ چې ستاسو او د کابل څخه راغلي ټیم ترمنځ مذاکرات یا تماس پیل شوی دی د هغه رئیس د دوی مختلف خلک د رسنیو سره مرکه کوي او مختلف اړخونه د دغه مذاکراتو د مین څخه یا د جریان په اړه باندې د رسنیو سره شریکوي خو ستاسو بل مقابل ستاسو د خوا څخه په دې اړه باندې نور مصاحبه وکړه مرکه خبرې ډېرې وشوې مګر دا دوه سوالونه له خیرخوا صاحب نه وشو خو ځوابونه ورته ورکړي یعنې په زړه پورې وه دي ما په نظر همداسې ده مسله ګرمه ده یوې خواته رسیږي هم امریکا ډېره په بیړه کې ده هم پاکستان په بیړه کې ده هم افغانستان حکومت په ډار ده او هم طالبان په دې وخت کې هغه د آرام دي په قطر کې وو قطر ته یې ورلیږلي دي په هماغه محل کې چې دوی اوسېدل کلونه کلونه هغوی کوم سفر هم نه ده کړی جنګونه هم دوام لري هغه ډز ډز ستا دواړو سنګرو کې هم د
جنگ په سنگر کې ضد حکومت ګډاګي حکومت او هم په قطر کې د سیاست په ډګر کې طالب برلاس لري. طالب په حقیقت کې چې د افغانستان خلک له دې شرل دې غمه وژغوري. ما بسیار جالب بود یک کلیپی از آقای دکتر جلال دارم و آدم فریاد میزنه که از اهل بدخشان هم هستن که طالب آمده نیستی بچه را میگه چپ باشین لبده چیغ و پیغ نزنین از دست امی حکومت ما به سوتو آمدیم که گلم عزیز حکومت جمع کنه. و کلیپ توجه بدارین بعد از اون میریم سراغ صحبت با صوفیه جان و عمر. طالبان میایند
درک کرده یا آقای جلال میبینه که در داخل چی حال است، حکومت چی میکنند، مردم چی از دست حکومت، یعنی واقعا نبود که ندید، وضع افغانستان به کلی درک میداره و از خدا میخواه کسی به یعنی اینا را نجات بده از دست رزیلا. و در ما آغاز وقتی طالب میاد در سال 2001 بود یا نخیر 1997 بود یا 95، همی حال جریان داشت که کابل با ویرانه اینا گرفتار کردن، رقص مرده که نمیدانم این و آن. صاحب یک کلپ آمده صاحب بوره، اگه شما ببینید زار زار گریه میگیریدن که کابل به چی حد اینا تخریب کردن. میریم سراغ تلفن‌های شما، از خبری از خانم عمر نشد دیگه، نمیدونم کجاست. بله سلام علیکم. و علیکم سلام، خطاب صفو خوب هستی بدر؟ خیر و خیرت یورستم بخیر خیر و خیرت است خطاب صفو الحمدلله الله لایک ولی ما بفرمایید که بشار بیروبار است لاینا پر است که چی میخواستی؟ خطاب صفو راجع به نجیب گاو اومدیم در کابل که سال روز از اون تجلیل میکرد و حمید لالای خیسته بود، جنجالا قصاب کابل بود، یک چند میلیون مردم به قتل عام کرد و اشرف غنی به خاطر که روی مردم از دیگر طرف بگردانه در چشم مردم خاک بزنه از دکتر نجیب اکه وقت چند سال دیگه چرا این سال روز بشن همه وقت داشت سال به وقت که سال از مردم از جنجال هستی و گپ دکتر نجیب کشیده که دکتر نجیب از پرچمی ها دیگه از خارج هم رفته و دیگه هم که در جنجال ها پرابلم ها رو انداخت مردم از دست گشنگی میموره خونه که از دیگه از در بدریست یه اشرف غنی یه امرالله صالح یه سرور دانش سیغایی پدن حالت یه آل آقای انداختن که یک حساب از یه معلوم میشه اشرف غنی رو خداوند تعالی کتاب صاحب به توب بزنه که پارچه پارچه شد و روز به روز یک فلم میکشه روز به روز یک فلم میکشه. این دیتای شای سالی چرا سالگرد این نجیب گاو نمیگرفت؟ باز بیادر امی سالگرد چی فایده داره به حل حق مردم افغانستان؟ مردم تبا کده به امی که حالا روز شهید چطورکایی صاحب، روز مزاری آدم کش رزیل، روز احمد چای مسعود رزیل، روز هم نمیدانم امید پرچمی چی بلا بود، دکتر نجیب رزیل، قصاب گفته خودت، امی کسایی که واقعا مردم کشتن رزالت کردن. اگر یک شخص شریف افغانستان بود، یک خیرخواب بود، مثل روز مرگ امان الله خان اگه تجلیل میداره، یا از احمد چا بابای کبیره، یا از او کسایی بود که واقعا ستاره های زرین آسمان تاریخ افغانستان، اینا خو خجالت بوده برای مردم افغانستان. این را درست میگی آفرین، گپ درست است لالا. این پرچمی هم افغانستان رو بروس نفروخ، بروس فروخ، ناموس افغانستان فروخ، باز به دنیا هر چیست هم ناموس افغانستان رو به امریکا فروخ، یا رزیل ترین پس ترین مردم از پرچمی ها خطاب شد یک پس مردم از برازیو از هر چیز خود در مقابل قدرت تیرستن تا دیر زورا میگفتن حال میگفتن زیر پای ترام هستینن که بلیاز خدا نکن کل ارک کلش پرچمی ها گرفته خطاب شد امیر درست می از امریکا و کانادا و اروپا آمدن اینجا نکتایی زدن درست می درست میگی. یک چیز برات بگویم که انشالله که امی آخرین سال تجلیل امی آدم کشا و وطن فروشا خواهد بود. لعنت به نجیب گاو خطاب سای مردمی که بندی میشد امی مجاهدین دیگه مردمایی که با قدرت و رئیس استخبار و زنی که خانمی که پیش روش میاد میگه اکراه که نمیکنی سر امروز این چی میکنی امی بوده یک چیز برای تان بگویم کنم استعلا بود که امو
گاو ما را بتینی خرایتان بگیرین، کدام چیز کسی گفته بود. ادغام که آمدن یکقدر لگت زدن و سید دی تبیدا تیکه تیکه کردن کابل. یعنی اگان وقت می چی میگه اعمال می مجاهد نماها و رهبرا را که آدم میبینه یک نفر دیگر تبرئه میسازه، اگر کافر و کارا را کرده دیگه مسلمانای رزیلی که مال خطاب دیدن گلبودین یکی از یوسر صدای خدا نکشی کلشون ششتا بودن. گلبودین برادر بهترین گپا را عمل گلبودین میزنه، حرفای گلبودین ما تایید میدارم، وطن دوستانه صحبت میکنه، با جرأت گپ میزنه، مرد آدم سافرین از گلبودین. والا قهرمان پنچیر است، یک قهرمان ایرات است، یک قهرمان پغمان است، سیر است، کلش خواب برده بود. بله بله امیر درست میگی. راستی که گلدین است، گلبیدین عجب یک نام پدرش برش انتخاب کرده بود. اما تو چشمش صدقه بالا در امی چاپلوسا و مداهان و ای رزیلایی که از هراس و دگه و دگه و منافقت میادم و امیالیم یک مصاحبهش ما دارم طولانی، اگر شد چند بندی از او را باز پخش میداریم. واقعا همه تو با جرات آمد صحبت داشت، از جهاد صحبت کرد، از شریدگی همی حکومت، منافقت، از قوای بیگانه، اشغال، دیگه دیگه خواهی اضافه چیز نمیتونه شود. و شما میبینین ام آقای نیازی یک چند بار در امون خطبه تغییر فکر داده بود و فریاد زد زده اشغال، زده امریکایا، زدن به فرقش کشتنش یک چند تا مولای دیگر هم. آفرین همی حکمتیار، در کابل آمازدم درون در متن حوادث یه حرفا رو میزنم، جرأت یک انسان، شهامت یک انسان در وقتی که در برابر یک خطر مواجه می باشه شما میتونین امتحان کنین. به خدا به حق آدم باید بگویم، ما هیچ جانبداری هم آمدنی هم آدم نبودم که در حکومت باز دیدم که والا او خشتنداری کرد در اونجا، هیچ با همی حکومت نه کار کرد، نه صدر اعظمی را پذیرفت، نه دیگر در حاشیه قرار داره و همیال میکوبه، اشغال هم میکوبه، برای وطنداران خود هم مسائل واقعی به شکل درست شما ببینید رو مقایسه کنین با این مزدورا و رزیلای دیگه که اونجا آمده. صوفیا جان سلام علیکم، نمیدانم چرا تال خورد یکمکی. سلام برادر، ما با جرات بخشین با سرعت صوفیا جان یک چند دقیقه محدود دارم، باز اعلانا رو دارم. سفر عبدالله را چطور توضیح میکنین صوفیا جان؟ امورا در طول ده دقیقه من میخوایم او را در دو سه دقیقه توضیح کنین، بعد از او میریم مسئله قطر و ایره میخوایم در این ده دقیقه خلاصه بسازیم. بسیار خوب کوشش میکنم. بفرما. آقای خطاب، دیروز ما به تلویزیون آریانا افغانستان به کابل یک مصاحبه داشتم و در این مصاحبه تصادفاً خوازی سخنگوی شورای مصالح ملی هم بسیار نقرم و گوینده اولی نابودن. به اساس گپای جناب خوازون که اینا گفتن که این سفر آقای عبدالله در پاکستان دو ماه پیش پیویزی شده بود. حالا ما این قبول میکنیم. مثلا اگر این سفر دو ماه پیش پیویزی شده بود، چرا این موضوع را دفتر شورای مصالحه با مردم افغانستان شریک نساخته بودن؟ چرا این موضوع را با طالبان شریک نساخته بودن و با اعضای مذاکره کننده ها باید این شریک میساختن که ما در جریان که در اینجا هستیم، اما یک مذاکره دیگر ما در پاکستان پیروی کردیم؟ بگر وقتی که میشنیم که هیچ کس از این سفر خبر نبود و یک دم و آنی و عاجل باز امرای یک گروه بسیار کلان پیر و دو نفری به یک حساب و به یک حساب 60 نفری اینا طرف اسلام آباد سرازیر میشن، این خودش بسیار سوالات در ذهن مردم ایجاب میکنه. بله. که چرا این سفر من حیث یک راز بین شورای مصالحه ملی و دولت پاکستان نگاه شده بوده؟ چرا هیچ کس در این مسئله در جریان گذاشته نشده بوده؟ از قرائن تو معلوم میشه که این راز سیاسی که بین شورای صلح و دولت پاکستان نگاه شده یک فساد دیگه است، یک فتنه دیگه است که عبدالله و داردستیش، که خود عبدالله و داردستیش و حکومت پاکستان دشمنای صلح افغانستان هستن، به این خاطر اینا مکتوب و دور از اندرار نگاه کردن. و ما امیدوار هستیم که از این سفر از این کدام بلای دیگه بر افغانستان و بخصوص بر صلح که از الف تا به یا در افغانستان همه به استثنای جنگ سالارا و منفعت برای جنگی دیگه همه گی میخواد که صلح شود، این
کدام بلای دیگر بر ما خواهد بود. خوالی او بلا خورا میفهم که بلا خواهد بود. بلا را چی تصور میکنیم که یعنی عبدالله همی سفر عزیزی در خانه جنگی ها را به وجود میاره، یا همی حکومت میگه شما خود قایم کنین پشت طالب نگردین، یا کدام تغییر حکومت تقویم میکنه؟ میفهمیم که عبدالله یکی از منفعت جویای و در این زمان بسیار زیرکانه ای ارتباطات بسیار محکم امرای آیسای داره. ای عمرش در پاکستان در خدمت آیسای، در خدمت دولت پاکستان تیر شده. دیکه امروز یا میشینم نخیر نیو با امرای اما چای مسعود مکوهایی طرف طرف میدوید در پاکستان؟ نه در کوها خو میدوید، اما ما شما ببینیم وقتی که خوب اینا به خاطر از اینکه از خان مردم اینا از مسیر اصلی و حقیقت دور بسازن، میبینیم که 122 تلویزیون 24 ساعت تبلیغشان اینی است که طالبان را باید به پاکستان بسته بسازن. ولی خوب مردم منطق داره. ملا برادر رهبر طالبان در زندان 7-8 سال در پاکستان تیر کرد. اگر اون مثل عبدالله و امثالش به هر دولت که پاکستان زد میرقصید و هر دستور را که برش میداد اونا عملی میکردن، فکر نمیکردن که زندانی میساختن. چرا عبدالله و دار دستش آزادانه در پاکستان زندگی کردن، در پاکستان اینا تربیه شدن و حتی توسط پاکستان و آیسای پاکستان این به قدرت رسید؟ اگر یادتان باشه در انتخابات اول به مجرده که کرزی رئیس اعلان شد که این رئیس جمهور شد، روزنامه سهار فورا در پاکستان نوشته کرد که اگر ما میخواهیم که در افغانستان صلح و ثبات را بیاریم، یگانه شخصیت ملی که میتونه که صلح را در افغانستان بیاره او دکتر عبدالله است. حال کس از پاکستان سوال کنه که تو چطور شخصیت ملی را به کدام عنوان شما تعبیر میکنین، به کدام عنوان میگین؟ و باز در حالتی که رای حساب شده، ارقام وجود داره، چطور پاکستان به خود این جرات میده که این گپا میزنه؟ او گپای کونه است. من میگم که همه علیف گپای کونه است، اما اون گپای کونه است که گپای نو میسازه. ولی نو علیف فعلا فرزند می شرایط فعلی سفر رئیسه، ولی عالمی که میره باز بر امتیاز گیری میره. این فقط به خاطر از این میره که باز امتیازات خود ازی و پاکستان امتیازات خود ازی آخرین مرحله که بالاخره بعد از 40 سال، بعد از 20 سال یک روزنه امید پیدا شده، این باید امتیازات خود بگیره. چون شما میبینید که هر چیزی که در افغانستان میشه بازی پس صدا میشه که من قبول ندارم، چی انتخابات است، چی رای گیری است، چی حکومت است، همه این باید که آیسای برش گفت دستور بده و این مطابق دستور آیسای عمل میکنه. که حالا ما شما میفهمیم که این روزنه را اینا پیدا نکردن. با کمال تاسف وقتی که ما شما دیدیم که اینا در قطر وقتی که با مذاکرات رفتن، گفته شده بود که هر عضو اشتراک کننده مذاکرات 5 دقیقه وقت داره. عبدالله 25 دقیقه گپ میزنه خلاف تعهدات مجلس و در 25 دقیقه شما بفرمایید مصاحبه زیره ببینیم که اون گفتار زیره ببینیم که این به مردم یا به شرکت کننده های مجلس از اهمیت از این موضوع، از مهم بودن این که صلح در افغانستان چی چیز میاره و چی چیز نمیاره این گپ نمیزنه. فقط در اونجا هم که رفته بازم به شکل تنظیمی رفته یه قهرمان سازی میکنه و تمام موفقیت هایی را که طالبا و مردم افغانستان به دست آوردن او را وابسته به تنظیم جمعیت و شورای نظار میسازه. حالا که در پاکستان رفته فقط یک بار دیگه میخواه که توسط آیسای پاکستان، توسط حکومت پاکستان این چی را هایجک کنه و این مذاکرات را به نفع خود و به نفع دار دستیش. مگر این را صوفیا جان را بالاتر از این فکر نمی کنیم که بالا از سفر عبدالله است که یک چیز مهار بسازه؟ این وقت تصمیم گرفته شده، امریکا لشکر خود از افغانستان میکشه، طالب نیمی افغانستان به دست داره، امیالی گفت شنو در قطر بندی از قرارداد است که عمل میشه، پاکستان در یک عملی انجام شده قرار داره، در برابر سیل طالب عبدالله و یک آدم دست خالی بعد از اینکه امریکا میبره کمک ها قطع میشه ایلا بتا، پاکستان خود توانی از زور نداره که اکمال کنه 350,000 قوای جنگی افغانستان. این دیگه یک نمیدونم کدام گپ دیگه است صاحب که این سال را چی میکنه و نمیدونم. خطاب سرگف شما رو مرد نمی کنم، ولی ما فکر می کنیم که یادم اینقدر بزرگ نسازیم، یادم به یه اندازه امیرم می کنیم امین عبدالله پیش جامعه جهانی ریزی واضح شده، این مردم حالا می شناسن که کی از دار دستی که در دورش هست، کی از چرا امریکا در سر شده در افغانستان می باید. امین آدم شما می دونیم که یک مجرم را که او دوسیه جنایی داره او رو به حیث مارشال آورد،
جامعه جهانی میفهمه که عبدالله کیست. دیگه امید به عبدالله ندارن. اینا این گپ شما رو من نمیگم که غلط است، ولی گپ شما گپ است که اینا میخواین بزنن، اینا میخواین به مردم افغانستان نشان بدن که جامعه جهانی سر ما اعتماد داره و عبدالله رو به اینجا رسوندن. عبدالله هیچ کار است، عبدالله هیچ چیزی نیست. اگر ملت افغانستان همونطوری که ما و شما بیشتر میگیم 50% معفیده نیست که تا از 70% زیادتر افغانستان به دست طالب هاست. شما ببینید که چند روز پیش دماوین دمایلی ارگ طالب ها منطقه را استفاده میکنن و تلاشی میکنن و گپ میزدن هم برای مردم. این خودش نشان میده که نه دیگه دولتی وجود داره در افغانستان، نه عبداللهی وجود داره. که این مسئله قطر از چی بیرون خواهد شد؟ انتباه خودی چی هست؟ من امید بسیار زیاد دارم که از قطر در صورتی که عبدالله و امثالش و بخصوص غنی در اینجا اشتباه نکنه، غنی سخت بزرگترین معنی صلح فعلا غنی است، به خاطر یک حکومت 3 ساله یا 2 ساله دیگه که مانده این میخواد که حکومت خود ما کم کنه، اما دروازه صلح رو بسته میکنه. و اگر این حکومت سقوط کنه نه غنی میمانه نه عبدالله میمانه. با کمال تاسف اگر ما این دروازه رو بسته کنیم، معنی صلح شاییم، بفهمیم که افغانستان به سوریه دوم تبدیل میشه، افغانستان به طرف تجزیه نمیدیمش اما پارچه پارچه میشه، مردم در تقابل هم قرار میگیرن که نه به نفع هیچ کس نیسته. و امیدوار استم که حالا خو اگر 70% زیر کنترل طالب هاست و هم تو آرام هست، هیچ بلوا زیر طالب صورت نمیگیره در اونجا، خو کسی جز یک چند خیزش مردمی که اونا رو هم سربنیست کردن دیگه، خو اگر آنچه که شما میگین 30% دیگه باقی مانده، در اونجا دیگه کی جنگ میکنه؟ در سوریه خو یک حکومت مستقر بود و زدی از او آیسس یا القاعده میجنگید، داعش میجنگید، از بیرون هم ایرانی ها دست داشتن و دیگه. اینجا اگر فرضاً او قطع شوه، پاکستان هم صلح بخواه و صاحب چین هم و روس هم و آسیای میانه هم، امریکا هم خواهش ازیر داشته باشه که در افغانستان صلح بیای برای حکومت آینده، هر کسی که هست برای ازو برای اکمال پروژه های از اونا کمک کنه دیگه. چرا همین کاری که شما میگین در سوریه؟ خود چیزی به کلی یک فرمول دیگه بود صاحب اونجا، ممکن ولی کاملا هم تفاوت نداره. ما شما میبینیم که دوستون برای بعد از اینکه بی مارشالی خلا گرفت گم شد. دوستم خواه اگه مارشال شوه یا مارشال نباشه، اجازه بتن مثلا از این موضوع میاد. اینال کلیگی میگفت که مارشالی رو گرفت حتی تا به کابل نامد، یک تیداد که او هم خود این اطلاف شمال بود برای مخشوش ساختن ذهنیت های آما، شروع کردن به یکی رفته ترکیه. ولی ما شما دیدیم که سرزی از دلی و از هند برآمد. هند بزرگترین دشمن پاکستان و پاکستان بزرگترین دشمن هند است که با کمال تاسف اردوی ازی در افغانستان سرمایه گذاری میکرد. شما دیدیم که قرار یک معلومات که $200 میلیون دولت هند برای ملیشه سازی برای ائتلاف شمال به سرکردگی دوستم میده. وقتی که ما میگیم که افغانستان به سوریه دوم تبدیل میشه، این نیست که ما رو بله بله اگه دوستم کشته شوه بازی هیچ ملیشه هم جنگ نمیکنه. یعنی دوستم یک بار فرار کرده، حالا یک آدم فرسوده است که او صاحب عطا برای رفع حاجت میگه او خودش شما سید، ولی هند به عنوان پراکسی این آدم باز استعمال میکنه و این آدم نه وجدان داره، نه انسانیت میفهمه، نه افغانیت میفهمه، نه اسلامیت. بهترین وسیله برای استفاده من حیث یکی از ابزار استفادهش میکنن و فعلا این به هند است به خاطر ملیشه سازی. این حال ما شما درست است که 70% افغانستان امروز به دست طالب هست و یا ایز که تو بگیم نبینید به دست طالب هست، 70% افغانستان دولت افغانستان رد و طالب ها را تایید میکنه. بیاییم به ارقام گفت میزنیم، شما میفهم که میزنیم که گذشته است، ولی گذشته ها آینده ها را میسازه. وقتی که ما شما دیدیم که در 2001 دولت طالب ها سکوت کرد، خود دولت امریکا گفت که در حدود 5000 طالب بود، 2000 زیر 2000ش خونه ماشون میدین که به دشت لیلی کشتن، 2000 دیگهشون پرابنده شد یا اعلان کردن که در حدود 3-400 نفر طالب فرار کرد. حالا ما شما هفته پیشتر دو هفته پیش از هفته پیش میدیم که دکتر غنی گفت که یکی بخشایی که پیشنهاد کرد مدغم ساختن 150,000 عسکر طالبا به حضور افغانستان. حالا ما شما میدین که در 2001 یاده که وجود نداشتن، گفتن 3-400 نفر بود گریخت. در 2020 یادم اعلان میکنه که ما 150,000 از اینا را مدغم میسازیم.
در 20 سال حکومت امریکا 300 میلیون دلار مصرف کرد و تانست که 300 هزار عسکر بر افغانستان بسازد. طالب به چی عنوان؟ به چی قدرت؟ به کدام بودجه تانسته که 150 هزار عسکر بسازد؟ این ارقام ما نمیتید، این ارقام است که خود دولت میده. پس این نشان میده که مردم افغانستان امرای طالب است. این نشان میده که طالب مردم افغانستان است. نه این حیولایی که ائتلاف شمال هر روز تلویزیون آمد و میگن که دشمن زن است، این دشمن افغانستان است، اینا ساخته پاکستان است. اگر ساخته پاکستان میبودن رهبرای زنا به زندان نمیرفت. اگر اینا ساخته پاکستان اول می پالیسی که پاکستان طالب دوست بسازه یا رفیق خود بسازه یا هم کاری ساده نیست. چرا نیه خو یک در به دیوار یک ابر قدرت به امرای طالب کمک کنه و کاری نیکست به امرای مجاهدین افغانستان هم اینا در یک سنگر ضد ارتش سرخ می جنگیدن و موافقت اکثرش طالب از دم از حق نگذرن. پاکستان اگه نمی بود یک پناهگاهی برای مهاجر و مجاهد نمی بود، ما نمی تانستیم سر در داخل افغانستان سرکوب می کدمی خیزش ها و اینا را دیگه به اول حاضر. یعنی اگه پاکستان با طالب می استه با اونا کمک می کنه و خوب است، مگر ای که اگه وا باز بیای و جای امریکا را بگیره و امر نهی صادر کنه و طالب مزدور شود، در اونجا باز ما ملاحظاتی داریم. صوفیه جان همین قطر از روزود برای ما بگوین که شما از اونجا یک صلح، صلح به منظور ای که حکومت از بین خاطر رفت، یک حکومت مردمی، یک استقلال اینا را. وقتی استقلال آمد یک حکومت مرکزی قائم روی کار آمد، عدالت بود، پیشرفت بود صاحب، صلح هم همزمان با او امرام میاید صاحب. این صلح اگر بیاید و دیگه می حکومت باشد دیگه او خود صلح نشد صاحب. ما آقای خطاب ما فکر میکنیم که بخواهیم نخواهیم صلح میاید. صلح آمده نیست و در این شکل نیست که جنگ سالارا و منفعت جویا تا آخرین لحظه اینا برای منافع شخصی خود منافع ملی رو زیر پای میمانند و در برابر از این کنفرانس در برابر این مذاکرات اینا سنگهای بسیار کلان رو مندازن. اما یک امیدواری ما داریم که طالبا از ابتدا تا به امروزه اینا موقف خود تغییر ندادن و خواسته هایی که داشتن خواسته هایشون علنی است و هیچ هم تغییر نکرده، تکرار بر مردم افغانستان و با مردم دنیا بیان میکنن. ما امیدوار هستیم که میدیای ملی، نه تمام میدیا، میدیای ملی افغانستان این رسالت تاریخی خود بازی کنن که واقعیت ها را از مذاکرات قطر در اختیار مردم بمانند. اینا یک تعداد از میدیای امروزی ما با کمال تاسف تیزوی در من گفتیم که اینا پیکن چوز میکنن، جملات را میگیرن در خورد مردم میتن و ایتو تصویر از طالبا برای مردم تصویر میکنن، بشان میتن که اینا مخالفین صلح هستن، اینا برای یک هدف رو ششتن، اینا برای هدف صلح ششتن. و یک چیز که من از طالبا تقدیر میکنم که از ابتدا تا به حال اینا هر مصاحبه اینا رو بشنم، اینا نمیگن که ما قدرت غصبش میکنیم، ما یک حکومت طالبی میسازیم، بلکه گفتن میرن که ما کار به اهل کار مسپاریم. و یکی از کمیت‌های بسیار بزرگی که فعلا در مابین دولت افغانستان یا در مابین دولت کابل بگوییم، حکومت کابل بگوییم، این است که کار به اهل کار نسپرده نشده. ما شما میبینیم که جنرال دختر 20 ساله که 12 مکتب هنوز نخوانده این جنرال شده. سفیرهای ما شما رو میبینیم که حال دیگه مسئله چیام خلاص شده، مسائل قومی هم از بین رفته و مسائل تحصیل و تعلیم و اینام هم حال به خدا یزیشته که کی مقبول است، کی جوان است و کی امرای کی میتونه که ارتباطات بگیره. وقتی که به این سویه ما میبینیم که دولت خائن میشه، به این سویه دولت محدود میشه به چیزهایی که خلاف نظام انسانی اجتماعی افغانی و ملی است، باید که بیدی تغییر بیاید. و این تغییرات ما می‌بینیم که طالبان تکرار تعهد می‌کنند. من به تعهد طالبان بیشتر اطمینان دارم تا به تعهد دولت. بله. بسیار زیاد تشکر صوفیه جان. باز انشاءالله با فرصت با آرامی، چون دیروز تکس شما رو گرفتم لبایک گفتم بیا موقعش است چند دقیقه محدود، مگر بشار آفرینتان، بشار معقول صحبت میداری. گران دوستان و زوب اعلانوت میریم سراغ یک چند اعلان. دوستان عزیز لطفا هم در فیسبوک تعداد به شماری لطف کردن همیالی میبینن و میشنون و هم لاینای ما مشغول است، لطفا روی لاین تلفن تشریف داشته باشید. انشالله
وقتی فراوان داریم با هم مسائل افغانستان با شما در میان میگذاریم. لطفاً با ما باشید. استیتیشسان میدیسن، کلینیک مدرن دندان پزشکی در قلب شهر هامبورگ، گنز مارک شماره 33، با سرپرستی دندان پزشک مریم تالی، دکتر دندان دیپلم از دانشگاه شهر هامبورگ، متخصص امپلانتولوژی یا کاشت دندان و مواد آلمانی. استیتیشسان میدیسن یا زیبایی دندان پزشکی. در این کلینیک با تکنولوژی امروزه و کاملا جدید عمل جراحی دندان، حسب کشی، پر کردن ریشه دندان، تداوی لثه دندان، سفید کردن و تمیز کردن دندان ها اجرا می شود. در این کلینیک کلیه امور در داخل لبورها و سیستم اصل آلمانی اجرا می شود. کلینیک مدرن دندان پزشکی استیتیشسان میدیسن در قلب شهر هامبورگ، گنز مارک شماره 33. قابل توجه هموطنان عزیز، کشمیر استور در شهرهای ایسن و دوسلدورف برنج اعلای لونگی کشمیر را به قیمت فقط 799 یورو با تضمین 100% کیفیت اعلای آن به طور عمده و پرچون لیلام داشته است. برای اطلاعات بیشتر لطفاً به شماره های زیل به تماس شوید. کارپیت بازار، جهت دیزاین و زیبایی منازل شما، فروشگاه قالین، قالیچه و تابلوهای فرشی در بیلشتراسه شماره 123 شهر هامبورگ، جرمنی. در کارپیت بازار مرغوب ترین و بهترین فرش های ایرانی با دیزاین ها، سایز ها، رنگ ها و سلیقه های مختلف با 20% تخفیف در دست شما قرار دارد. تابلوهای فرشی کارپیت بازار، زینت دیوار منازل شما. کارپیت بازار، بیلشتراسه شماره 123 شهر هامبورگ، جرمنی. شماره های تماس 2049 176 21 91، 61 40، 2049 40 36 51 81. She is in pain. She starves herself to feed her children. She works as the sole provider. She continues to smile while thirsty. But you can ease some of her suffering. Through Islamic Relief's projects, you can provide communities in Africa relief that lasts through integrated water systems, livelihood support, and much more. Envision a better world for them. Donate today at irusa.org. خیبر رستورانت، وانس بیکر شوسی، شماره 96A، شهر هامبورگ، جرمنی. در این رستورانت جدید افغانی با مدیریت آقای شعیب رسولی، غذاهای خوشمزه افغانی از قبیل انواع کباب ها، چپی کباب، انواع کرایی کباب، قابلی ازبکی، دو پیازه، دو
با شیریخ علای افغانی امروزه از ساعت 11 روز تا ساعت 11 شب در خدمت شماست. خیبر رستوران فرمایشات خارج از رستوران شما را نیز میپذیرد. خیبر رستوران ونسویک شوسی شماره 96 شهر هامبورگ جرمنی. برنج های پامیر که از جمله قدیمی ترین برنج های بسمتی در اروپا می باشند، در 24 سال گذشته همیشه برنج ممتاز شناخته شده و با عین کیفیت عالی به شما عزیزان تقدیم گردیده. شرکت پامیر با عرضه بیشتر از 10 نوع از بهترین برنج های بسمتی آرزومند برآوردن خواسته های شما در انتخاب برنج دلخواهتان می باشد. مراکز توزیع برنج پامیر، آلمان، هامبورگ، شرکت پامیر، دوسلدورف، شرکت ساعد، افغانستان، شرکت پامیر نوآوران، هرات، کانادا، وانکوور، شرکت خیبر لیمیتد، انگلستان، شرکت پامیر، لندن. گران دوستان و سلامونه و احترامونه بیا هم ستاسو خدمت کیو. د افغان پیام تلویزیونی خبرونه د سپینو خبرو برخه ده. د افغانستان په پیښو به سره انشاءالله غږیږو. د عبدالله خان سفر پاکستان ته ده. د عالی شورا د صلح د عالی شورا رئیس سفر او همداشان په قطر کې خبرې ګرمې باید روانې وای. هلته کنگل سوی دی، کنگل یخت وای دا لغت نوی پیدا سوی پختو که یخ ویلی دی و وراند نزی میز دی مذاکراتو تا وراند سوی ندی پا طرز العمل و اجنده و پا دی باندی خبری که یا تیم دی تماس غوی تروس پا مغ باندی مسئله دی جعفری و حنفی دا و قرارداد سی امریکا لطالبان سر امزا کرده غی باندی تأکید کوي طالبان او رښتیا هم وایي. هغه ملا خیرالله وویلی چې همغه قرارداد دوی راوستی دي قطر ته چې له موږ سره خبرې وکړي. پرته له هغه موږ له دوی سره دا څو کاله نه خبرې کولې او نه په رسمیت پیژنو دغه خلک. او دغه یې رالیږلي دي اوس چې موږ سره خبرې وکړي. او په دا څو کلو کې له دوی سره مو هېڅ موږ مذاکره نه درلوده. قرارداد هم چې امریکا سره امضا که څو بنده یې درلود هغه یو بند یې همدا و چې دوی راولیږي او خبرې سره وکړو چې یو سره شته دی یو بل اسلامي حکومت وکړو چې دا امریکایان وځي له افغانستانه په مشورې په یو بل سره په خبرو اترو یو بل حکومت اسلامي حکومت پایې سره کیږدو. دوی د همدغه هغه کې جعفري و مذهب کې او دې کې چې دلته کومه مشکل راشي په حنفي حل شي یا په جعفري او د جعفری و حنفی خبره په بیا په قانون کې مطرح کیږي کله چې افغانستان آزاد شي او نوی اساسي قانون لیکل کیږي او نوی حکومت راځي. بیا په هغه وخت کې نه یوازې چې د جعفریانو مسله مطرح کیږي د نورو مذاهبو د همداشان د هندوانو هغه څوک چې په افغانستان کې ژوند لري او معتقد نه دي اسلام ته حتی په هر حال د هغوی مسایل هم یو قلمرو د اسلامي کې یو حکومت د اسلام کې باید هغوی هغه شي په قانون کې درج شي. هغه وخت بیا دا خبرې کوو. دلته څه لازمه ده چې دوی جګی حتما کوم فساد لري. و از جانب تا جایی که صحبت میشه و تبصره ها را میشنویم همی آیت غیر متجانس که به یک فکر و یک دماغ نیستن فرستاده شدن حتی خودشان هم نظر نیستن و بعضی ها حتی نمیدانن که اونجا چی بگوین.
بسیار جالب بود. بالای اومیز فوزیه جان کوفی دستک خود گرفته بود که اتحال شکسته یا چی بلا زده دستی از زوره کارتوس خورده او پلستر کدگی. باز پهلوی از او یک شخص معیوب دیگه به نام معصوم استانکزایی که او هم از دست طالب به حالت کما رفت و رئیس شورای صلح ربانی را کشتن و ای آدم را لنگولاش ساختن. در اون طرف دیدیم که مجاهدین باز چی را زده و هم لنگ لنگ را میره. حنیف اطمر غوچی هایی که یک بار از دست طالبات صدمه دیدن بالا یک سیم که می نشینن قطار از زخم از دوباره التیام حاصل کردن و وزیر دفاع افغانستان نه طالبا به کلی منفجر ساختن. یکی کفته شده و در حقیقت او را آوردن در امریکا بادارایشان او را پس پتره زده و پس فرستاده. یعنی واقعا اگر در عمق مسائل و عمیقی از افغانستان که دفاع میداره ببینین یا در میزای گفت و شنود ببینین افرادی که زده و زخمی هستن و طالبان رسیدن اونا را نشانه گرفتن باز اینا میان صلح میکنن با همون طالبا. یعنی هم از او فکایی درست میشن در شبکه خندست که چیست در کابل کدام شبکه است برای از اونا خوب مواد میته اگر دقیق فکر کنه و هم از لحاظ اهمیت یعنی ببینین که چقدر اینا صدمه پذیر بودن از دست طالب که هم 70% هم تو که صوفیه جان یا عمر گفتن افغانستان به دست طالب افتاده و قلمرو طالب شمرده میشه و همچنان صرفی از اونان بالای امی مردمی که با اینا مقابله کردن اکثرشان لنگ و لاش ساختن و زده و زخمی ساختن. به هر حال بله سلام علیکم. بله الو بفرمایید سر. بله سلام. بله بله سلام علیکم. سلام جناب کتاب. و علیکم سلام. ما شما را زیر جیاز آمد میکنم در ارتباط می سوال مشخصتون که آقای عبدالله چطور غیر مترقبه یک سفر به جانب پاکستان میکنم. بله در این مورد یک مشخصتون یک پاسخ میکنم. بفرم جناب خطاب صاحب. آنچنانه که از قرائن برنه وقتی که جریانات آدم تعقیب میکنه واقعیت داشت که اداره ترامپ در خروج نظام برای خود از افغانستان با فوش و سریع عمل کرد و با یک عقد موافقت نامه با طالبان خواست خود که خروج از افغانستان از اون داره عمل بکنه. در آغاز ایران پاکستان با امریکا هم کار بود اما وقتی میبینه آله که میبینه که حرکات طالبان یعنی حرکت طالبان نهایت نزدیکی با امریکا را انتخاب کرده و تصور پاکستان بریست که طالبان داره از سیطره پاکستان خارج میشه و بینون یک پارتنر جدید با استراتژی امریکا در منطقه هم نوا خواهد شد. بینون پاکستان بر راه های دیگر متوسل میشه و با کمک حکومت کابل و بعضی آدرس های دیگر که در منطقه در مخالفت با روند صلح هست روند صلح را میخواهند سبوتاش کنند که انتخاب عزیز این را از جانب پاکستان امریکا را ناگزیر و انتخاب توسل بر راه های دیگر می سازد و احتمالا پاکستان را یعنی با یک کشور دیگر همسایه در روند سال تعویض کند و این خطر بسیار شدید و خطر و یک حادثه بسیار شدید و سپاهتاش در راه است و فکر میکنیم که پاکستان دست به کار شده با آدرس های کشورهای منطقه میخواین در برابر امریکا و پروژه صلح امریکا سید یک دیوار یک صد و مانی ایجاد کنه و این خطر از اول هم احساس میشد. یعنی وقتی که طالبا دفتر خود به قطر افتتاح کردن
و استراتژی همی بود که از تاثیر و علیحدگی با پاکستان دور باشن. غرب و امریکا در رأس همی انتخاب تعیین کرده بودن و از امو بعد به تاسیس احتمال ازی بود. اما پاکستان بساور خطا شده و دست به عمل زده و می خواهد که در باور امریکا سال را تخریب کنه. بسیار جالب یک تحلیل فرمودین، تشکر از لطفتان. آدم به فکر می اندازه یک چیزی که ما یک وقت مطالعه کرده بودم در عمق تبلیغات و صحبت و ای که طالب نوکر پاکستان است و که چطور است، همین چند نفر مجنون الحال که میگن یا هوایی گپ می زنن، ارزگوی سیاست اونا رو کنار بگذارین، مگر در عمق معنا پاکستان یک حکومت مضبوط قوی طالبی را در افغانستان شاید جانبدار نباشه. در حقیقت درم و عمق معنا اگر یک حکومت طالب یا طالبی یا امارت در افغانستان یا امارت روی کار بیاید، اوتومات در او طرف خط دیورن همه مدارسی که همه پاکستان کشور مدارس هست، خواهی نخواهی در هر محل و در هر منطقه برین مدارس است و ای بچه ها نشستن و صاحب قرآن زفت میکنن و صاحب تعلیم دینی میدارن و ای خط طالبی این تا دیورند که در مرکزش پاکستان است در افغانستان تأسیس میشه، مثل قم که مرکز شیعان جهان هست، ای طالب هم مرکزش میشه، موهب از او یا لانی از او افغانستان میشه و از همینجا شاید امرو نهی بگیره که به سود افغانستان است. از یک سو اگر کسایی که ملی فکر میکنن، اگر طالب آزاد دی طرف در افغانستان با تبانی و کمک مردم افغانستان روی کار بیه، اول خواهی حکومت بشار مضبوط قانونمند عادل اسلامی روی کار میه. دیگه همین دایی ما مردم که خط دیورند خط جبری است و صاحب تزویری است، ای خاکای ما با پاکستان تعلق گرفته، همین مناطق دوباره توسط یک حکومت قوی میتانه روی کار بیاد. در شرایط فعلی ما از دیورند حرف میزنیم و هر یکی و صاحب خصوصا این بعضی پشتونهای ما احساساتی استن، دیورند خاورده ولکه پریدم و دا چیزها رو میگن که خود ملی معرفی بودارن. هر کس دایی دیورن به پیش انداخت و آدم یک شخصیت در میان افغان ها میگیره که آدم چقدر شخصی ملی است و تاریخ هم میدانه و دفاع زو میداره و خاکار از پاکستان دالخور میگیره و نمیمانه و چیزا میکنه، در حالی که ما جانبداری اونیستم. اگر در شرایط فعلی یک دایه را تعقیب میدارین و 99% شما قادر نیستین، او را او عمل را باید انجام نتین، اما گپ شور را تا نتین، چون کردیت دیگه هم پایان میه که خب دستان خلاص هستیست که میتانین. مگر اگر یک حکومت قوی مرکزی در افغانستان روی کار بیاید با اقتصاد درخشان، با تبانی با کشورهای چون روسیه، چین، حتی ایران اگه در این مورد با حکومت مرکزی که قوی است و قانونمند هست در او وقت پالیسی خود تغییر بده با اونا و در عرصه جهانی به رسمیت شناخته شده باشه و خصوصا امریکا، خود به خود پاکستان در یک تجزیه قرار میگیره و طالب و او طرف سرحدات بیشتر طالبای دیگه دارن و همین سیستم طالبی، یعنی اما تو که میگن در اسلام سرحدی نیست، هر مسلمان برادر و خواهر یک مسلمان دیگه در هر بخش جهان هستن، از لحاظ عقیده خواهر و برادر شمرده میشه. در اینجا هم اگر حکومت طالبا به فراتر از او، همی خود عنوان طالب در همه بخش پاکستان، یعنی طالب موجود هست، میگم او لحاف اگر شما میخواین طرف خود بکشانین یک تاری از او را که کش کنین کل لحاف با او میاید. در پاکستان هم همینطور است، یعنی بسیار پاکستان صدرمه پذیر است از دست طالب و ایواز یک حکومت دست نشاندی شاریده و احتیاج و پامال مثل همی حکومت موجودی افغانستان. حال فعلا همی پالیسی را مگه پیش گرفته باشه دو بعید نیست از واقعا از درون توطئه و
خدعای سیاست آدم وقتی داخل میشه شاید یک بخش مامو باشه. و شما گفتین که طالب اگر سرغړونه کنه و سرپیچی کنه و از امری پاکستان و ایران هم درست میفرماین. چرا؟ برای از اینکه پاکستان دشمن بسیار عظیم ده و سرحدات خود با کشمیر با هندوستان داره و اگر طالب بیای و پاکستان رو بسیار اذیت کنه، طالبا باز با هندوستان با هر کشوری باشه روابط حسنه حاصل میداره، پاکستان در یک تجرید شاید قرار بگیره و پاکستان فعلا در افغانستان علایق ترانزیتی مواد خام عرض کردیم و از سوی دیگر خود چین با پاکستان در صنعت میخواه همکاری های داشته باشه و چین هم میخواه در افغانستان صلح باشه و اگر جنگی بود مواد خام افغانستان استخراج شده نمیتونه، مثل اینه که اونا تا یک وقت به حساب به کار انداختن و استخراج از او را باز وقتی دید که دیگه نمیشه اینجا جنگ است و صاحب آدم کشیست، چینایا دست به سر شدن ایلا دادن امو پروژه را. برحال یعنی این نماینگر امی است که یک ترند جدید و یک سیاست جدید از طرف پاکستان ضد امریکا، ما بسیار هم گپ شما را بلا ما تایید می دارم به دل من نشست. بله سلام علیکم. تاریخ دی اسلام که چوک نشکه ولا یا وقت و اورورا چوکیت و اورورا. الو سلام علیکم. سلام علیکم. لیوانه بیخی سرکافته چور توی زن سرگی. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. باز آمدین شما خوش. سب بخشین من در لنگ بودم. خب. کنم سوال نه خیر نه تشکر صاحب، بسیار مقبول. ما درباره شما گفتم که بسیار مقبول صحبت کردین و جالب بود به نظر ما. بله سلام علیکم. جناب محترم خطاب صاحب السلام علیکم. و علیکم سلام سلام علیکم صاحب. خیر صاحب. سلامات به خطاب صاحب. خطاب صاحب اول دی قصد دی صلح دی مذاکرات و پا حق لفظ داوائیم که دا مذاکرات دی قطر دی تفاهم نامی بسا که امریکا و طالبان و ترمند وشون میار او اساس به دغا مذاکرات بی او پا دی میار او اساس به پیش دی بل میار نشته زی نبینم دی بلی خانه در خود کابل دی حکومت پا نخص دی پا دی که دی حکومت اشتراف قطعا ذکر شوی ندهی نو که چیز امریکا مداخله و نکا در مذاکرات با پکالو او پا میشت پیسنه نشی. دو هم خطاب سید تقریبا در اون وکالا جنگ دی غنی او عبدالله ترمنز فقط دی چوکی قدرت او پیسو پاسا آیا در دوالا دومره ندی مجبور کردی چه دی هر چه پغیش که زان اچیوی و هر چه تا دی خ گواندی دی خ شریک او خی غلام وادی ورکوی دیوی خوانا عبدالله پاکستان تا دی دوادی بورکوی دی بلی خوانا غنی و خطا شوی چه دی پاکستان صدر ازم کابل ترا و گولی و گوتا و ایچی نو دازه دی عبدالله دی خ دی تاسو باقلا یعنی تمام مسائل زد تاسو سر ما منلی او منمی و دی بلی خوانا و عبدالله دی خوانا واضح خبری که دی چه غنی بعضی پر تلودونا دی پاکستان سا امزا کری چه پوگو که دی جوران دی خط لاسلی او داس نوری مسائل دی غیر دی دینا دیران سره هم دی علمان دی او پا حق لخبری کریه ادی تحصار ورغلی وا چه دا مسائل واقعی دی او غنی عبدالله او دی دمدگری پا دی داروی چه زب دی تاسو با حق مخفی سابونا چه پا خارج که تاسو واس کری او دا افغانستان پیسیم پا دی کریه دا با افشا او برالا کود دا خلق پدی جنگ آختشمی نور خطاب سیب تاسی دا افغانستان مزیعت او بری چه دی موضوع نا دا دری قوی یعنی قوی مقننه اجرایه او دلیه سم نسوی استفاده کن قاضیان پر رشوت آخته دی تجاوز شروع دی قتل شروع دی غلاو شروع دی بازخواست سشته فقط دی نغربو خاینان و جنگ و ملتی پا گروگان که نو دیدی غیر دیدی نشی سلح و نیرانشی او طالبان دا اسلامی دولت جورنکا بلد افغانستان دی پارا نبدیل شده دا چاره دیره مدنه و تا قربان رکتی ها دیوی لیوالا. بله سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمانیس. با سلام خدمت تمام آماتنا بفرم. من صحبت های شما را زبال تا آخر شنیدم، مخصوصا هم خانمی که فکر کنم بار دوم است. من با
شما تقریبا هماهنگ با ایشان صحبتاشون تایید میکنین، در حالی که صحبتاشون اصلا به ما معنی نداره، اصلا ما نفهمیدیم که اونا چی گفتن. خیلی از اینکه گله و شکایت مثل که دو خوار خنده بشینه همسل با هم بحث کنن مسائل سیاسی، خب بیده خم تمام نمیشه. راجب ولی خودت چرا همه تو غضب آلود و جگرخون گپ میزنی؟ آقا اصحاب تا آرام کو، آرام کو، قرار با اصحاب آرام. دو تا خواران نشسته که وید تو شد که بازو میگه گپش نفهمیدم تا آخر تم تراق تو قیل و قال تو یک رقم وقی وقی گپ میزنی. سعی گپ بزن آقا جان که آدم بفهمه دو بیادر هستیم، افغان هستیم، طالب هم میاد کلی تو را میخوره، تو کلی طالب هم میخوری، ما اینجا نشستیم برات گپ میزنم. صحیح ادب درست گپ بزن آقا جان. تو چی میگم زیر پاید که خار چسبیده باشه و قار باشی یک جای دیگه گپ بزن. لالا صحیح صفاست را دوستانه با محبت. ما چقدر تو را ناز میتوم، نخره میتوم، هر باری که میای چی میگم اون طفل بازیگوش یک سنفار یک معلم مهربان چقدر دوست دارم خودت. بازم میای همیچه چیزایی میگی 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 تو. اجازه بدم. البته که ما تزریق سنن ما متراس طرز تشکیل تغییر بده آقا جان. امروز دنیا تغییر میکنه، انسان ها تغییر میکنه. کورسای روحیات بگی، یگان سمینار را اشتراک کو، یگان کستاست اگه میگی ما برات روان میکنم سی دی ها سوره بشنو، آدم تغییر میکنه. انسان خصوصا به هر روز در حال تغییر است. می خودت هیچ چند سال هیچ تغییر نمیکنی. بفرمایید. خیلی ما تغییر نمیکنم. تغییر نمیکنم آقای خطاب. سیاست تا نمیگو ما همی اخلاقا تغییر کو خوی کمک و برحال معذرت میخوایم. بفرمان خواهش میکنم. خواهش میکنم ما خواستم سر گلایی که داشتم میباشادم اما تو صاف پوزکنده بیان کنند نسبت به اینکه بلفافه بره یا در سرش پود آدم چاپلوسی باشه او دیگه چیز هست. خب او چی حالی چی میخواییم که خودت بگوی آقا جان؟ بله ما بگو. ما میخواستم بگویم که از گلبدین حکمتیار یادآوری کردیم. گلبدین حکمتیار مثل یک مار گند کشته شده وارس. اونا نیش داره. وقتی کابل آمد حکومت کابل قبول کرد، حالا بر خود روی پیدا میکنه. بعض مقالات که میگه در طریق تلویزیون دیس مردمی اونا ندارن، یعنی که مورد تایید شما قرار میگه به خاطر از اینکه پشتون است. ما نمیگم با پشتون با پنشری ها یک مقالاته که نه بابا اونجا دکتر جلالم کلپش انداختم اون رو هم تایید کردم. اون پشتون نیست و از بدخشان است. حالی اون که با کدام زبان گپ میزنه همه او مهم نیست. ای که از وطن دفاع میکنه قربان چون. بله. از وطن دفاع کردن به شکل اساسیش قرآن سنت چیزی که بگویه او درست است. اما ای که سبقه پشتونی داشته باشه، سبقه لسانی داشته باشه، مقابل قبول نیست. یگانه اشتباهی که بعضی وقتا ما در باری ما میکنه فکر میکنه ما پنچیریستم. ما با سطح با پنچیر و با پنچیرا معتاد علایق رابطه ندارم. هیچ میچ دم تار بود هیچ کس نگفته پنچیریستی بیادر خوامی هم گپایتا اینایتا ما نقد هم نیه با ملاحظه دارم تو که اگر از پنچیر آلیم پشتونم که باشی خودت یک نفر از وردگ میه عبدالله وردگ وردگ است نه در حقیقت از نسب و آدم پشتون است یا بعضی پشتونا اینجا میان ما به امراشان ملاحظات دارم چی دارم تضاد مفکوره دارم او را در میان میگذاریم. ضرور نیست که از پنشیر استی محل سکونت تو دیگه مطرح نساز. چی میخوای بیادر در این مسائل قطر عبدالله رفت پاکستان ای را بگوین یک عالم وقتم زایی کدی چهار دقیقه نی چهار دقیقه خود سه دقیقه شما گفت زدین نمیمانی حضور آور آدمانی نه آدم که نگویه باز اگه خود حالا بگو حالا چی میخوایی که بگویی حالا بگو اموره نی مسئله که من میخواستم بگویم طالبا اصلا یک گروه سیاسی مستحکمه که شما فکر میکنین نداره. حتی در این مسئله قطر وقتی که نماینده خود پیش کردن تا روز آخر اینا یک نماینده خاص نداشتن در تردید بودن که کی پیش کنن کی نکنن. حتی من از بیلای مجاهد وقتی که سوال کردم راجع به گروه شعبی و آدم آو نه با آو نه جواب داد، یعنی که تایید کرد تا جایی که گروه انشابی وجود داره ولی قدرت نداره گروه انشابی، در صورتی که گروه انشابیشان قدرت فراوان ندارن. اینا در معضله کلان وجود داره بین درون اسبی قرار دارن حتی به سطح رهبریشان. بچه های ملا دادالله از طریق تلویزیون یعنی از طریق رسانه ها
علیه خود طالبان شهادت میدن که زمیناشون خرج کرده. مولا منان نیازی کلان آدم است، میگه 5000 مفدوی دارم، اینا رو تار مار میکنم و اینا رو شما بعد نه بعد نه شما توجیه میتن که نه این آدما ما وقتی که به آدم آمد خود طالبان داخل افغانستان شد، درست از داخل افغانستان شد و شکل شما توجیه میتن که گویا اینا سلاح را از زمین کشت میکنن میکشن یا دعا میکنن از آسمان افتاد. سلاح از جای ما جنگ افغانستان در حدود 15 بیلیون نظر به استخبارات منطقه از اینا بالای طالبان آمده. قسمت خردش که از طرف مواد مخدر تامین کرده باشه، قسمت بزرگش از طرف عربستان و چین و ایران و پاکستان آمده و پاکستان واقعا که قدر قدرت نداره که جنگ به پیش ببره، ولی گروه طالبان را قسم حمایت میکنه که گروه یک فرقه نظامی پاکستان باشه. وقتی که طالبان داخل افغانستان آمد، اینا سپورت از طالبان میگیرن و طالبان را مجبور این میذارن که قسم فرمانده و مطیع از اینا باشه که دیگه هیچ اینا کار نتونن در قبال پاکستان. مثلا در قسمت طالبان اینقدر مردم را تحریک کردن، هزاره ها را، ازبک ها را، تاجک ها را، خود پشتون ها را، و مجرده که سلاح در پیش طالب نباشه، من فکر کنم خدای نخواسته دین از افغانستان فرار کرد. اینقدر مردم تحریک کردن علیه طالبان، طالبان را تارمار میکنن می افغانا. کی میگه از من؟ خب ببینیم در آینده را، خب یک خدا میدانه. مگر شرایط فعلی را چی؟ یکی ایران برشان سلام میده و پاکستان و چین و اینا را ممالک اسم بردین، خب چرا نکنه؟ برای ما چای مسعود، مگر همین روسیه که تازه از اتحاد شوروی به روسیه مبدل شده بود، آیا پیسیشان چاپ نمیکرد؟ اسلحه روان نمیکرد؟ آیا همین قماندانه پرچم و خلق و حزب وطن و متن اینا را در سنگراب امرای خود نبرده بود؟ جنگ نمیکرد زده کابل؟ یه خو خاصی انسان هاست، بشر است، از یک جای باید از یک مجرای کمک بگیره. یه خو از آسمان گفتی شما نمیفت، اگر گرفت چی باکی داره؟ کل همی حکومت کرزای و اشرف غنی را با همه ساز و برگ نظامی از او علنا در روز روشن جلوی چشمتان چی میگه اکمال میکنه و تربیه میکنه و لوجستیکش میته و دیگه الان کل رسانه ها اعلان میکنه و سکات میلر هم پالو پالوشان مثل بابا کلانشان را میره و چوچگک ها پالو پالوشان میره تربیه میشن. ولی اگه طالب از یک پاکستان یک سلاح بگیره از هندوستان، در دوران جهاد هم میگرفتن، از عربستان هم پول میامد، همی شیخ ها برای از اونا میداد، همی اسامه بن لادن یکی از مجاهدین دوران جهاد ما علیه ارتش سرخ بود افغانستان، کل سرمایه خود آورد در افغانستان، عربستان کمک میکرد، دیگه کشورهای خلیج، امریکا، دیگه خوی خوب سه کدام. مگر آمدیم بالا یکی کی چی میکنه؟ این پولایی را که کنیم صد بیلیون دلار آمده، خب کلش دینیم این عبدالله و دیگه در نفی خود زده و قسیم که مرد و ربانی و که بیادرهای کرزای تقسیم کرده در بالا یک چند نفر در جیبای زوا آدرسی و پیسا کلش معلوم است. و خو یک شنده پلیش هم در جیب ملت نرفته، ورنه چرا این ملت 90% فقیر باشه و از گرسنگی بیمیره؟ چرچه و ساتیری و عشقبازی و اینا خود ارگ چالان است، ارگ محل ساتیری است، اما فیاض است، یک کلوله یک بچه لغمانی است. این دخترهای مقبول کلش در ارگ بمره از او سای معاشقه میکنه و تصفیه میشه، باز میبرن در شورا با چادرک میپوشه و سای نماینده مردم یا در یک دفتر یا دیگه. حالا میگم این خانم فرامرز تمنا یک مقبوله کس، دختر خانم هم دختره که نورستانی رئیس شورای کمیسیون انتخابات، او شب و روز هم در اونجا در دفتر از او کار میکنه. چی میگه که این برار در دانی گست چی میگه گرگ بیتی همه تو بیشرم مردم هستن. ولی خواه هست برادرم تو در قطر روان است، من میگم طالب بیای که نفس پاکستان هم بکشه، تقویه کنین هم افراد مهم تاند. در موتر میگه پرزا و ماشین موتر میگه که چرخ میخوره، هم پرزی ضعیف ها اگه پرت این اول او مشکلن، یا کلش هم پرزای ضعیف هستن. طالب بسیار خطرناک چی هست؟ این مولا منان و دیگه و دیگه سه یا آمدن در میمانخانه حکومت و واره بایست یک تبلیغ در یک جای میشنه به امرای ریش رزیل خود ایران دو میزنه. دیروز میشنیدم من منان نیازی را
امی شیعه را بد میگفت، ایران دو میزد و فحش و ناسزا. او به خیلی مغز خود از دست داده و دیوانه شده رزیله. ده تو یک وقتی که افغانستان زیر سلطه است، پاکستان ایران دو میزد. او زد شیعه ها و سب امی درز مندازه و بد، در حالی که طالب شیعه را دوست داره. ما با یکی طالب ها صحبت کردم، گفتم شما کلتان نفیستین امی شیعه تعصب. میگه ما بیادر کمترین تعصب میگه در برابر این شیعه داریم. گفتم چرا؟ میگه این بسیار گپ اساس است و سبب این بسیار جرقه تولید میکنه. از یک طرف ما میگه حنفی مذهب استیم و شیعه استن اقلیت استن، امی کمترین یک عملی را اگه کنیم میگه اونو ولی تعصب داره. در برابر ازاره میگه میرسیم ما بسیار جلسه میکنیم تصمیم تا که بسیار مجبور نشیم. ما گفتم مزاری را چرا؟ میگه مزاری را ما میخواستیم ببریم با قندار، دوباره میگه اعلامی دادیم امور. میگه در راه هم توفنگ گرفت، چند نفر طالبای ما را به شهادت رساند و تیاره را میخواست طرف بامیان ببره که باز نمیفهم در غزنی در کدام جای پیاده شد، در اونجا میگه فیر میکرد. باز مجبور اجباراً او را به قتل رساندیم. هیچ وقت میگه ما با شیعه در ضد نیستیم و نمیخواهیم هم باشیم. شاید مدافع حق امی جعفری ها و شیعه و مذهب ها این امی طالب ها بیشتر باشن. بله سلام علیکم. سلام علیکم خطاب. و علیکم سلام، بفرمایید. خطاب صاحب، امی دولت امی اداره فاسد کابل امی اشرف غنی و دیگراش در صدد از ایستن خطاب صاحب کول امی توافقنامه سال تاریخی که با امریکا طالب ها امضا کردن، میخواستم که در مذاکرات بین الافغانی دیر یک سبوتاش کنم و برای طالب ها پیشنهاد کرده بودم که ما همی عمل کرده یا توافقنامه بین شما و امریکا را قبول نداریم که از این دسیسی از یار ملاسفت خیرالله خونسا خون کرد و نفس برابشان کرد، چون میخواستم که از طرف استخبارات هند و دیگر ممالک همی کار بکنم که دسیسیشان برملا شد و ملاسفت خیرالله قسمه که گفت که دسیسیشان هم نفس براب شد. و دیگر این خطاب شد که همی خود دولت امریکا کستک فعلا امی آقای ترامپ خطاب شد، من فکر میکنم قسم پالیسی را جور کرده که امی قسمی که شما هم گفتین در سخنان قبلتان، طالب ها قسمی یک دولت در افغانستان خواهد بود انشاءالله که یک معادل دولت اسلامی بر تمام جهان که امون میتوانه که امریکا پالیسی خود چند به تایست تایستمی دولت های مثل پاکستان و دیگه ممالک اسلامی را هم پس کنه سر تحنه در آینده و بعضی وقتا و در جای از وامون بلاها را برقرار میکنه و یک دوابط خوب را و آنها برقرار میکنه، مثل که سیر رنی دولت پاکستان هم خطاب سید یک قسمی هم در دورا مانده به اصطلاح ما و آنها در دورایی مانده، یک کزن میترسه میخوای طالبا در افغانستان باشه و در این زمان نمیخوای که طالبا در افغانستان باشه، بخاطر که میفهمن که اگر اینها خصوصا روابط را که با امریکا برقرار کردن این روابط بسیار خوب نیکه اصلا است، بخاطر که میدانن که امریکا بالاخره یک معادل بر تمام جهان و امریکا یا به این نظر و اروپایی ها میشنن که دیگه ما نمیخواییم امی دولت های فاسده که مثلا نگه دادن تمام جهان از دبی یا در قطر یا در دیگه جهان یا را از فنه گم میکنم، اون مردم های مسلمان هم میاره که هم نه جنایت بار هستن نه دهید و هم برای مردمشون ازشان پیروی میکنه 95% و هم اروپا و امریکا یک روابط خوب نداشته باشن. یه فکر میکنم که یک پالیسی درازمدت برای اروپا و امریکا خواهد بود و میخواهیم نظر شما رو و میخواهیم یک پیشنهاد هم دارم خطاب صاحب که همین پروسی سال که در قطر است یه نشت شکمانی خلال کرده میتونه نایند یا و این پروسه پیش میره و همین بهتر است که اگر آقای پامپیو هر چی زودتر امریکا بر از همین دولت فاسد کابل فشار رو وارد کنه، مثل که در زندانی های طالبان هم میکرد همه تو باز آیست آیست و بالاخره همه تو یک زودتر یک فشار یاره بده که زودتر تمام چیزها رو مزا کنه، چون یا به هستن نمیخواهیم که کار شد و انشاءالله شدنگیش و دومی که همین طالب های کنم باید تفاهمیت اون روابط خود با تمام دنیا و خصوصا با امریکا نیک و سنه بسازن که بسیار یک کار نیک هست برای مسلمان ها و دولت طالب ها. تشکر میخوام نظر شما را. درست میفرماین، خب زوایای متعدد میشه چی کنین و تا جایی که ما میبینم یک فرمالیتی و طالب هم با مو بسیار پافشاری میکنه که شما را که اینجا آورده این قرارداد آورده این پیمان 29 فبروری امریکا با طالب آورده، ورنه ما خوش ما را نه به رسمیت میشناسیم نه کدام چیزی هستیم و حالی هم که آمده ای افراد و اشخاصی است که جنگ میخواین صلح نمیخواین اینا را برای صلح فرستادین
آقای حکمتیار هم در مصاحبه خود گفت که هیچ به درد نمیخوره، یه افراد و اشخاصی را فرستادن که اونا هیچ نمیدانن که چی باید بگوین. نماینده یا چند نفری از طرف حکومت از چین فرستاده شده، احزاب مطرح و کسایی که واقعا میتونن قضایه را به یک طرف دیگه بکشانن اونا فرستاده نشدن. چرا مقبول صحبت کرد؟ بعضی ها اینجا کرم میده واری بعضی گپ ها زیده حکمتیار بیچاره میگن که قصابی چطورکی کابل کلگی قصابی کده پوست مردم افغانستان رو خواهی نمی وحدت و همی شورای نظار رو همی جمعیتی ها نکشیده کابل گرده یکی دیگه خودش کاف کده. تنها حکمتیار قایم گرفتن همون تو بدای واری که همون بد کرده و دیگه کلگی نیکی کرده و همی زور مطبوعات و همی تبلیغاتی که اینا دارن دیگه دارن. یکانه شبکی که وقت میگینیم تلویزیونی پیام افغان است و ما تا که هستم زنده استم و چراغ دارم و میکروفون با مردم رسیدگی میتونم وقت بیان میدارم. ای که کی خرسند میشه و نمیشه و هیچ در فکر ما خطور اتا نمیکن. از ما حکمتیار اگه خوش شوه یا متاثر شوه هیچ به درد ما نمیخوره. ما حرفایش قضاوت میکنم چیزی که میگن. یک وقتی درست است که گفته بود که حکمتیار بسیار انتقاد میکرد و آلی چطور کهی. بله وقتی که آمد من انتقاد کردم. شاید اجباراتی موجود بود یا رای خود تغییر داد، یک سیاست دیگه در برای یک هدف رسیدن رای شرعی چرانی آمده. مگر آمیال فعلا همی آدم میدرخشه در میانی دیگه. دیگه به او خاطر ما او رو تایید میدارم. فردا اگر یک کاری نیکی بدی کرد من انتقاد میکنم. در اون چیز که یک شخص آزاد و یک کسی چسبیده با یک مفکوری وطن فروشی و یک چند تا دوز و دقل را تفکیک کنین شما. آزادی فکری ما را در اینجا شما میتونین تعیین بدارین. ولی واضحه الان اونو میگه. اگر قطر و شکست بخوره و صاحب از بین بره، یعنی امریکا رو میگه که ما شما گفتین گپ بزنین، نگفتین که حتما با اینا چیزی که اینا میگن موافقه کنین. ما آمدیم یک حکومت اسلامی رو روی کار میاریم یا قبول نمیکنه. یا افراد و اشخاصی رو فرستاده که اینا نمیپذیره. هم حکومت داری خوب نیستن، هم گوینده و گفتو گوکننده خوبی نیستن. در قطر آمدن یارو فرستادن. مگر چیزی که در قرارداد بود ما رو ما عمل میداریم. شما هم در 14 ماه برای امریکا میخوای برای. و کل فساد در زیر پای می امریکایی بود که رفت افغانستان اشغال داد. آلی اونا دست بسر میشن از افغانستان. اگر واقعا همونطور بود که هست. ورنه دیگه قلم به قلم موسه بود. هر روز توطئه و هر روز دروغ. و اگر امریکا بخواه میگه نمیبرم من اینجا هستم تا که 50 سالم باشه جنگ میکنم زده طالب همی حکومت هم امایه میدارم و یک چند تا رقصنده و رقاصه و رزیلا و همی هم میکروبایی که اونجا تربیه میشه و نمو میکنه و هم آسوده میباشه. ملت هم خاک بسر آیست آیست از گرسنگی میمیرن. شاید افغانستان هم بالاخره تجزیه شد. شما اگر واقعا مردم های ملی هستین، وطن دوست هستین، با پوز پاکستان، با پوز دیگه کلگی بزنین. و با امریکا خوب است، چرا نی؟ جنگ کرده، جنگ کردیم با امراش. اگر میخواه که کمک کنه بلایواز به پروژه های افغانستان، به مردم رسیدگی کنه، پول خودم مصرف کنه. ما میتونیم با مشتری خود نمیتونی هر روز دعوا کنی. مگر یک کسی که به خانت میداره و دوزی میکنه و میکوشیت و به حریمت تعرض میکنه با او در جنگ قرار داری. مگر اگر خود کدام چیزی داری و دوز میه یا آدم صادق میه از ات سودا میگیره خود نمیگی که او برادر خود دوز استی ما کچالو رو نمیفروش. اگر طالب از راه های عبوری از برای از اونا پول تادیه کنه، یک پروژه که سرمایه گذاری امریکایی در اونجا است، او را خوب طالب فکر نمی کنم که با او اساسیت داشته باشه. ولی در حقیقت همین صلح را معمیال در این آدم که رسیده ایر امریکا کده. طالب نرفته که بیاین بلی از خدا که ما از بین میریم با ما صلح کنین. از امو دریچه زور در برابر امریکا کاپوزشان شکستانده آمدن برای طالب مراجعه کرده که بلیاج خدا ما میبرایم بیا قرارداد امضا کنین. یه حقوق زن رو که نمیدانم بچه و که دیگه بودگه صاحب یه همش ازم جنگ و رزالت و اینا همی چند تا مفسد است در اونجا. اگر نی کجا حق زن در کجا امیال فعلا که در ایراد
صدها زن خود در میتره در دیگه مناطق از گرسنگی میمیرن بدبختار. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. سلام علیکم. چنگه خی عمر خطبه وردک صاحب جوری تو زن سرقه گیده قربان دی صدا خلاص شما خدای دی غم مرکه سوال دی عمر خطبه جوری پا خیر چنگه وردک صاحب جون شکر دی پاده دی خدای دی دی خبر دادا جو عمر خطبه کلی اجازه ویزه بیود بی وردک کلی دی طالبانو پا سیاست که وغاگه یم بای طالبانو یعنی پروشن پکری که وغاگه یم بای دروشن پکری چشی تویه این ترامب کپیر بیدین پیران پخپل اویه این چه ده خالک دیر بخیار خالک دی دیر پخپل خط ویلار خالک دی خدا بازی نپیه پاکستان اغا پسی بستا که اوز پاکستان که یو سکولار حکومتی باله جو پولیتیک مسائل دی هم سرحدی ده اغا مسلمان دی مگم مسلمانی خود دیگو حکومت هاین دی لکه دی اشرف غنی خان دستی حکومت این آقا نگالی چه پا افغانستان که یو قرآنی حکومت راشی خو مجبور دی زکر چه پاکستان بکتده مجبوریت لیدی چه امریکا که دلتا مستقرشی تا آخر پوری ده خبر ده پاکستان خبرم بخاطر که ده نورم سرحدی ملکونم بخاطر کیدی خود طالب سیاست قرآنی سیاسته وز که تاریخ دی اسلام و گوری یعنی دی رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم پا وقت که با مشرکون سل و خان در لودل دی بش پیتر در لودل نن دی دنیا یعنی بی پینجا و پنج بی پینجا و دو دی مور بموند دی دنیا تکنولوژی اجتماع شده اما جزه نده خود چه چه پا قرآن ایمان پیدا شد دی الله دی رسول پا سنت ایمان پیدا شد در پا تاریخ دی یعنی اسلام که چوک نیشه خود دلی چه دل اگم غارت کوه او دی پیرهان سه یعنی در دی پیرهان سه چی دی دو سه نت سلویخ پیرهانیان و خدای شکست ورکو لده طالب سیاست قرآنی سیاست دی طالب چه پیروسکی نه دی پاکستان پا واسطه نه دی ایران پا واسطه خمون یوینی چه دی بیند خانو نروزی کم یا پاکستان های وزای که امال شا در تو سه ولی در وقت پده گو طالب سویه ای طالب دی الله هز بلا دی هز به شیطان چشکست و خورا که داخلی شیطانان و که خارجی و پخ پلا ترامپ هم پده بانده وست اقرار که چه دی طالبان سیاست واقعا چه دی طالبان مگه یعنی پده مینو چه دیر وخیار زیرک یعنی پا سیاست که دوم را یعنی دو طبیعی روشن فکر روشن فکر لنه چه خپلا مور خسته که خپل دین خسته که خپلا خور خسته که نو دو وقت نیستم مقصد می دارم دیدم 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 اولونو خبری زار و امتا تم دستی اولونو پسی مونی از یا پرکیوی زار تا بیخی وقت مور که وایو پن شرای دی که چوک دی یا دخت شوی هایی چی ناقا تایران پوتشی خدای دی یعنی اقا اولور چی دی وقت اوقی دا یعنی داکتر صاحب جلال درود دی خدای پدوی در در طویم چه که انسان دیستی هم متوجهشی بعضی خلق پا در دوره که دیر محب دی دیگه تحریک دی دی طالبان دی مجاهدین دی پا جهان اسلام که کسان دی تو مسلمانان رو مخور پای میداد آیا آفرین آفرین شابس نن پا هر ملکی چه جهاد شده شوه دی امریکا سرکوب کلی نن یعنی امریکای پا گندو که تول کپر پا گندو که در نده پاکستان دی طالبان رو پاک لگی نده ایران سیاست دی دادی قرآن سیاستی نور در وقت نیستم خدای بکنم آفرین خوبه گیدی دادی بیره دادی وردگیان بیره قرار وردی چگهی اختیار دی ویلی واقعیتون هم دادی وان کفری ممالک سیوی خواتو دوی بل خواتو یا فکر کردن که دفعه از طریق پول و نمیدانم تریاک و چرس و اینا اجتماع را تو مسموم میسازیم که هم خاموش باشن و امر ما را بپذیره اگه حکومت زیر دست و هم طالب هم میریم بی 52 را در جانش میبریم مجاهدین از سرکوب میسازیم این ملک از ما میشه مر تدبیر خداوند چیزی دیگه بود ریختی هاوی آفرین بله سلام علیکم سلام علیکم سنگه و علیکم سلام سترای مسلم بله خیال منی باز وقت خبر چه خبر پیدا سی ستاپ اوالا دو داغ سیابت دو یاسیر قاتل داغ پستن زنو کم کور دو سیرت سابا کسید باز دی مکاشری په فاته کې مکاشر د کبلار سي د لزر نفر تللي دي او د 2000 نفر نور هم د عسکرو ټول داخل شي 2000 نفر سي په دا 2000 د زور نفر او اسلحه او وسایل جنگي ګرد یو بل کافر روخي مسلمانانو ته نو سیاد کسیب اول به دا طالبان کرا له دغه انسانان لکه سیاد باید په غالب وزري د مبین سي سي دي دا خبرې وي
خارجي ته کوم لاس ورکي د دیواز ما مېرمن په ما طلاق ده کوم خبر ور سره وکړله مور په بل طلاق ده دا زه غلط په دغه په غنور کې دا قسم انسان دی بلاس خدای دې مکه شي ته دو سره سلام ور دي ما ملي سره وکي راخه راخه ورته سره وکي نو د دشمني نه ده کده چې د سره تاریخي ده دا زه دا اول نه ګری سامان کو غاری لا پیدا کې انسانیت پیدا کې اسلامیت پیدا کې دا د لاسوار مو دې بیا و بیا و دا د سیرا صاحب د پنځو سیدانې دی وای نو به تر نو ساري خطاب صاحب تاسو مو یو زمينه مساعد سي د تر صاحب بلاس ای وافت د بیا ته درته هر ورځ د ساي یو سي دي دي ته بلاس ای سور د تفریم مو ک ته بری بجیمو سي صاحب کو شنان سر به تیر سي دا سي د کو جامي معلومات سي اپ کو سي د د شیطان کور و دان د غفاري ته ارشته دي چې د هر ورځ د د سي دي دي چې دا غني اري وای خارجانو سر ته خبري مو کوي لاس مور کوي مخ مخ مکی او خپل کسي برازیل د دینه لامزاد کسي څلور ساعت د دې پر سر خاناسي د دې سر په ستاره سو نو چې شه درلود خو یو کسي مفلسه د خیرات په ټوک غرسوي بو دا او ته امه طالبان خو تم راولي به تاسو د ملک د ملک او کاندا اسلامي نه ډیر مننه تا کاند غنی منی عبد الله د دې ګسرا محمد بلاوي د دې نه دي او ډیر او پرزیدنت د دې ته جار سم قاضي صاحب ډیر خو هغه کې دي آفرین او تاسو د نجات څخه تشکر ډیر مننه یو کاوند دومره ګوره دومره زرسوان د په مال ریدا قاضی صاحب چې باید لار سم لگا و خوري وکم لک تفریح وکم لک دا نو محبت ته چې چاته کی زلتان ډیر مننه لرم قاضی صاحب خدای دې ډیر عمر ژوند دی لره سترګې دې خدای ما پټاوه بل سلام علیکم سلام علیکم خطاب صاحب و علیکم سلام سلام جوړ په خیر 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 فضل د خدای خطاب صاحب دغه مګه انتظار بوسو باور کړه چې څو وخت د تاسو پروګرام راځي راځي کې نو د تاسو خبري اورو د دې په خلکو خبري اورو و در دغه په فارسي وان څنګه د ما خورم پوسی اخر کې راغله مرمن عمر وای او دا دا یو یو چټل کثیف انسان نه پیغام دا لکه د بابرک شاگرد او چې تمام په قیګری غږیده د همیشه خانه خانه بزرگ نه میفهمم جمعیتیا او چطور د شورای نظاری جمعیتی مې پیدا اول اغه د سی مونالری یو یو دریم سن فالت چې درې پارسن کې دوه دوه کول نو کوم پوتیسی د خپل مدیر باندې اعتراض وکي اغه مېرمن عمر تاسو ګورئ چې څک فام لري چې دانش لري چې ویلې چې هغه مغز سیاست ویسته او هغه بل ورور چې پاس له هغه وغږید چې یو یو په انسان و چې ویلې د دوه پیسې چې پیدا و د شورای نظار جمعیتیانو دا راغلی دلته ځان ځان غټ غټ کوي دغه دغه د مګه وخت هم نیسي د تاسو وخت هم نیسي دغه انسانانو ته ولې دته د دا څو شپه وګورې دته د موقع ورکړی دا بیخي ځان یې ورکړی ده پس د دې څه هم دغه دا خو پېژنې غږې څه هم دغه غږې وته قطه یې کوي مه پرېږدئ مګر ودانو صاحب او ګوره ته څنګه خور څخه والی وغه ګټ هغه بل ورور چې اما مغز سیاست د دې ډیر مننه ډیر ډیر لطف دی کو ډیر مننه ډیر مننه خوښ کوم او یک داستان از داوود خان برای ما قبلګای مرحومی ما داستان میکرد پدر ما هم در شینوار و کمران بودن مخواز شینواریار او منطقه را بسیار بلد بودند در کاما و در سرشایی هم حکومت کردند یعنی در اون بطن یا بدنی افغانستان در چند محل در تگاب حکمران بودند اینا خب بسیار خواص مردم و بلد هستند باز اونا میگفتند در شینواری ها بسیار مردم های دلپاک و صاف و اینا هستند یک چیز بسیار جالب شینواری ها را پدر ما مرحوم ما برای ما داستان میکرد میگه ما اونجا چند سال حکمران بودم امو کسایی که با هم میگه تفنگ میکشیدن و دعوا میکردن و فیر تفنگ مگر وقتی میامدن یکی با دیگه تو یک کلمه زشت یا کریه یا دو دشنام با یک دیگه هیچ نمیگفتن امو کلانترین غلیسترین گپی از اونایی بود که باز یکی دیگه را میگفت که خیلی زبا نپوهیگم یعنی ما را یعنی قدر قهر خود تا امو حد اینا ابراز میداشتن یکی از مشخصی از اونایی بود و اونا بی سواد در افغانستان خود در کل یک جمعیت بی سواد داشتیم در وقت ظاهرشاه در امو آغاز حکومت نادرخان مرحوم
میگه در اونجا میگه داود خان رئیس تنظیمیه بود یا چطور؟ میگه شینواری ها بسیار داود خان دوست داشتن. باز میگه بسیار معروف به این بود که شینواری ها در پارت داود خان هستن، داود خان دوست دارن. میگه سردار داود مرحوم میگه رفته بود در اون وقت در شینوار، میگه کدام نطق میکد و میخواست یک پروژه آب رسانی و چطور احداث کنه و به کار بیاندازه، میگه صحبت میکرد. باز به فارسی به دری صحبت کرده بودم، نطق خودم. باز ازم شینواری های کسی پرسان کرده بود خلکو شما گرف های داود خان خوشتان آمد؟ گفت والا او دیر که غط غط خبری اوکرینه، گپ های بسیار کلان کلان زد. گفت چی بود؟ گفت اول خوی داویلی چه دا پیلان پر روژه دی، یعنی پیلان و روژه نیولی، پیل چون را لوی اقید روژم نیسی داشی پیلان. عقب ویلو چه نه دا پیلان پروژه ندی، دا پلان او پروژی دی. دا ویلی خا و اقا چی و داشی ویلی ستاشت سی و نارون تیره و دا که خا خی دا خو نورم خشان ویلی دی. بیا اقا یو چاتر پختنه کرو چی دوی پا خبرو نپیگی چنگ دا پلوی که و دا والا پا مونگا گران دا دا دی مونگا غوا مونگا لکی یار خواد چی دا ایزی. میگه گوه ماست ما دومه همی داود خان استیم، هر طرف که میرم ما هم با امرایشان میرم کورکورانه، اعتبار داریم، میره ترست میکنیم، اعتبار است بالای داود خان. دیگه اوتور به اول حاض بعضی ها کورکورانه دومه یک گاو میشن و میدوانه همون طرف بدون از اینکه عقل خود با کار بیندازن. در رابطه با دوست ما گفتار اونا هر کس از خود نظر داره، دنیای متفرق است. اما فرید جانم نظر خودم میگه یکقدر یک آدم خوب و نجیب است که ما با امرایش تند رفتم، باعث یک برادر بزرگش اتاب کدوم دیگه کدوم معدب انسان بود. اونجا ما امتحان کدوم دیدم که آدم یک نظر متفاوت داره. مگر باز ببینیم که امو کلماتی که ما تند با او رفتار کدوم هیچ یک اکسالعمل منفی نشان نداد. دوره ما باعث یک برادر خود فکر میکنم که امو تو یک نظر داره و او یک عمل شرعی است که دو برادر مسلمان با هم اگر تفاوت های نظر داشت او معنای از رو نمیده که او آدم از کوایف برخوردار نیست. فرید جان ما ببخش برادر گل ما، من برادر بزرگت مرا فکر کو میشه در تلفون شخصی ما برای ما تلفون کنی میتانیم بیشتر صحبت کنیم. ما باعث یک برادر فکرت میکنم، ما تو برادران دیگه دارم. نظریات هر کس متفاوت است. در این جهان، در این دنیا امروز هندوستان گاو پرستش میکنه، در اونجا با اونا ارتباط داریم، در روسیه لینین پرست داریم، چین همشان هیچ خدا را نمیپذیرند. باز در پهلوی ما، جوار ما دو کشور اسلامی تقریبا ابر قدرت موجود است، پاکستان و ایران. از دست از وقت تا دو بینی هستیم. افغانهای ما همه علی شیطنت میکنند که در افغانستان باروت و ایزم جنگ شولور نگاه داره. دیگه ای صاحب ایتو نیست که ولی یک شخص مسلمان یا یک کشور اسلامی بسیار به سود ماست و یک کفر به نقص ماست. در دنیا همه طور هست، همه جهان و همه چی میگه خرام به پیش میره. بنان با همه باید باز برادران خود افغان ما که با یک شیوه و سبغی بیان و یا باور او را هم باید در آغوش خود بگیریم. ما تا به طالبان میگم وقتی اگر یک حکومتی بود دیگه این جنگ و زدن و کندن سابقه فراموش کنن و عقده نگیرن، صرف برای اینکه در اسلام عقده همه تو که حضرت علی کرم الله وجهه و کافره میخواست چپکد و کشت اون پهلوان میخواست بکشه ایلایش داد. گفت چرا؟ میگه در روی ما توف کرد. گفت خب چی معنا را میگه؟ میگه تا او وقت ما او را زیر پای خود خوانده بودم که اسلام مطرح بود. اینجا عواطف شخصی ما توهین برای ما کرد. دیگه من نمیخواستم برای توهین خود قاتل برایم که ولی ما قهر شدم. یعنی یه حائل آمد در میان. یک قدر پرمعنا است که انسان ها باید به اساس یک پرنسیپ با پیش برن، نه عقده های شخصی. دیگه ما هم در برابر برادرای خود که با کدام عقیده هستند چی طور صحبت می دارن باید عقده نگیریم. گران دوستان و تاسیه هری و خدای سپار و پا مخم خد خدای پا ما.